با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه برنامه هایی که پیرامون مسائل داغ ایران و منطقه برای شما تهیه دیدیم، این بار اومدیم سراغ 4 تن از فعالین سیاسی چپ ایران و میزیگردی در همین ارتباط داریم، به ویژه در رابطه با خبر داغ مربوط به پذیرش حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی و سلسله تظاهراتی که روز شنبه در دانشگاه‌های مختلف ایران و در شهرهای مختلف ایران توسط مردم با شعارهای بسیار رادیکال علیه جمهوری اسلامی سازماندهی شده بود. و همچنین میپردازیم به دور جدید رویارویی ایران و آمریکا، محتمل‌ترین چشم‌اندازها، مواضع جریانات مختلف اپوزیسیون در این رابطه. مهمان امروز من رفقا مرافاق مقیمی، فعال سیاسی چپ در سوئد و زندانیان سیاسی دهه 60 هستند. پروین اشرفی، فعال سیاسی چپ، فعال جنبش زنان در ونکوور کانادا. مینا زرین، فعال جنبش زنان، فعال جنبش دادخواهی و زندانیان سیاسی دهه 60 در آلمان. و سحر سبا، فعال کارگری و از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور از تورنتوی کانادا. من به هر 4 عزیز خوش آمد میگم برای صرفه‌جویی در وقت. میرم سراغ اول، از اولین پرسش رو از مرافاق میپرسم. با توجه به از همین خبر اول شروع کنیم، جمهوری اسلامی بعد از چند روز به اصطلاح لاپوشانی حقیقت و دروغگویی و این رئیس سازمان هواپیمایی کشور رو فرستاده بود در انواع اقسام کنفرانس های مطبوعاتی، میگفت که به لحاظ علمی اصلا امکان پذیر نیست به اصطلاح این هواپیما با موشک سرنگون شده باشه. بالاخره بعد از حقایق زیادی که فاش شد، از تصاویر ماهواره‌ای گرفته تا خود ویدیوهایی که شهروند خبرنگاران که از لحظه اصابت موشک به هواپیما تهیه کرده بودند ناگزیر شد، به اصطلاح ستاد مشترک نیروهای مسلح اطلاعی صادر کرد و گفت که این ناشی از خطای انسانی بوده و به اشتباه سرنگون شد. خب مرافاق عزیز، شما آخرین اخبار مربوط به این مسئله و همچنین نگاهتون رو در رابطه با این موضوع میشنویم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز، رفقایی که در این جمع شرکت کردند، و درود می‌فرستم به جان باختگان آبا ماه و تسلیت میگم به خانواده‌هایی که در حوادث اخیر عزیزان شما از دست دادند. واقعیت امر اینه که بعد از این در واقع سقوط هواپیما، همه ما ناراحت بر مبنای این که چه اتفاقی میخواد بیفته، مخصوصا بعد از ترور قاسم سلیمانی، و همه در اضطراب این بودن که نکنه آبان ما خاموش بشه و به فراموشی سپرده بشه. که از دیروز نوید شما در منطقه دیدیم که عراق، مردم عراق تظاهراتشون رو دوباره از سر گرفتن، و در ایران هم از امروز ما شاهد این بودیم بعد از دروغ پراکنی های چند روزه نظام جمهوری اسلامی که در واقع میشه گفت ریشه در اون تفکر اسلامی که اینا دارن، که همیشه با تزیه خونی، با مراسم هایی که برگزار میکنن سعی میکنن اون خاطرات مرده خودشون از قدیم زنده نگه دارن و مردم رو در حاشیه نگه دارن که بتونن به اهداف خودشون برسن. ما میبینیم که حتی معاون روحانی شروع میکنه به دروغ گفتن و به توهین کردن به مردم، و حتی بیان میکنه از این که به تهدید میکنه روزنامه نگاران رو که شما دارین همدست امپریالیسم قدم برمیدارین، در اهداف آمریکا گام برمیدارین، و سفیر ایران در انگلیس حتی میتوبه اونجا به روزنامه نگاران که شما دارین مزخرف، حتی کلمه مزخرف رو به کار میبره، طوری که به یکی از این خبرنگارا تهاجمی هجوم میبره و منکر تمام قضایا بودن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود، من یه ویدئویی رو روز اول دیده بودم از سه نفری که در شهرزایی که در واقع
این هواپیما صعود کرده بود اونجا، اونا هم داشتن میرفتن سر کار، از اون صحنه فیلم گرفتن و دیگه اونو ندیدم و فیلمش هم دیگه هر چی گشتم پیدا نکردم. این بود که اونا معتقد بر این بودن که اول بال هواپیما بوده که سوراخ شده بود، میگفتن اینقدر فاصله اش کم بوده که ما دیدیم اول پال بال هواپیما سوراخ شد بعد آتیش گرفت. پس این نشون میده که از جای از داخل این مورد تهاجم قرار گرفته بوده و از خلبانش داشتن تعریف میکردن که خلبان تمام تلاشش بر این بود که به ساختمونای اطراف آسیبی نرسونه تا اینکه خودش رو به یه پارک منطقه بازی میذاره که فرود میاد که همه میسوزن توش. امروز مردم یه تو دهنی محکمی، مخصوصا ممنون از تمام دانشجوان کشورم، یه در همگام با مردم وقتی این خبر رو شنیدن دوباره احساساتشون جریدار شده بود، دوباره به این اومدن که 40 سال این نظام داره به مردم دروغ میگه و حاضر نیست در هیچ گامی با مردم باشه. در چند روز سعی کرد از اون احساسات ضد امپریالیستی مردم سوء استفاده کنه. در واقع مردم ما از انقلاب مشروطیت نشون دادن که با ورود هیچ کشوری بیگانه، مداخله هیچ کشوری بیگانه رو در داخل خودشون نمیپذیرن. به خاطر همین مردم از اونجایی که اومدن شروع کردن به دادخواهی کردن و در تظاهراتی که اینا برای سردار سلیمانی به اصطلاح خودشون قاتل سلیمانی گذاشته بودن، مردم زیادی شرکت کردن. این شرکت کردن آنها واقعیت هم شاید مورد تایید بنده نباشه، چون اونا از درگاه ضد امپریالیستی نظام فکر کردن استفاده کردن و این فرد رو به عنوان سردار شناختن و به عنوان کسی که جلوی داعش وایستاده و مانع این شده که داعش ورود به ایران پیدا کنه، در صورتی که این حاکمیت از دیدگاه من 40 سال خودش داعشه، خودش پرورش داده داعش رو. داعش در زمان نورالمالکی رشد پیدا کرده. نورالمالکی کسی بوده که خود جمهوری مدافع جمهوری اسلامی بوده، پس در نتیجه نمیتونست این مدافع مردم ایران باشه در جلوگیری از داعش. حرکت هایی که امروز شروع شده بود، شعارهای بسیار جالبی رو تظاهر کنندگان دادن که از جمله شعارهای تظاهر کنندگان این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت یکی از شعارهایشون بوده. شعارهای بعدیشون نظام جنایت می کند، رهبر حمایت می کند. بعد همجور شعارها میومد، من داشتم این شعارها رو پیگیری میکردم و برای خودم یادداشت میکردم: مایه ننگ ملت، سپاه بیکفایت. بعد اومده بود بر مبنای این که حمایت کرده بودن از سقوط در واقع مسافرانی که از هواپیما سقوط کردن، عکساشون رو گذاشتن، شمع روشن کردن قبل از اینکه حتی نظام مطرح کنه که خودش عامل این کار بوده. مردم در جهت همگامی با مسافرین این کار رو انجام داده بودن، ولی امروز دیگه به شعار سرنگونی نظام مخواهان شده بودن توش و اول از دانشگاه ها شروع شد و حمایت خواستن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از مردم و مردم هم اومدن تا جایی که پل حافظ مانع ورود مردم شدن و دانشگاه طوری ازدحام جمعیت زیاد شد که مجبور شدن در دانشگاه ها رو ببندن. ولی بعد مثلا یک از شعارهاشون این بود که توپ تانک فش بشه، آخوند باید بره گم بشه. بعد شروع کرده بودن به شعارهای چیز، ولی این جمعیت شدیداً با گاز اشکاور مورد هجوم قرار گرفتن، با باتون، با پلیس هایی که باز مثل قبل مثل دیما شروع کردن به مردم رو زدن و حتی اومدن استفاده کردن که یکی از این آمبولانس ها رو وقتی دیدن که نمیتونن جمعیت رو متفرق کنن و وارد جمعیت بشن، اومدن یکی از این آمبولانس ها رو پر نیروهای مسلح خودشون کردن، در واقع نیروهای سرکوبگرشون داخل اون آمبولانس قرار گرفتن و تظاهر کننده ها فکر کردن که اینا واقعا مریضه که بخواد از اینجا بره، راه رو باز کردن و وقتی رسیدن وسط جمعیت پیاده شدن، شروع کردن زدن مردم و تیراندازی کردن به سمت مردم. بعد دانشگاه امیرکبیر هم شعار داده بود که غلط، در واقع اینا گفتن که ما اشتباه کردیم، گفت غلط کردی، خطا کردی،
در واقع این صحبتی بود که مستقیما به خود خامنه ای گفته بودن که اشتباهی صورت گرفته بود که این مسئله اتفاق افتاد. بعد همگامی شهرها با همدیگه بوده در ارتباط با این تظاهرات. بابل دقیقا هر جایی که میدونم تا حدود در واقع یک ساعت قبل کاملا در جریانش بودم، دانشگاه بابل بود و مردم بابل که در میدان باغ فردوس گرد اومده بودن. سیوسه پل اصفهان بوده که مردم اونجا شعارهای خیلی تند و تیزی رو شروع کردن به دادن. بعد اصولگرا در واقع اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا یکی از شعارهاشون بوده. شیراز بود که مردم بلند شده بودن. یعنی این سه تا شهر رو دیگه من مطمئن 100% چون فیلمم از تمام تظاهرات این منطقه قسمت ها دادن. و یکی از شعارها این بود که جمهوری اسلامی نابود باید گردد. یعنی مردم دیگه خودشون به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم از افراد این نظام نمیتونن کمک کننده و در جهت مردم گام بردارن. مرسی. خب پروین عزیز، با توجه به اینکه بیشتر این کشته شدگان این هواپیمای اوکراینی ایرانی بودن و بیشتر این ایرانی هم ساکن کانادا بودن، یعنی کشوری که خودتون هم درش زندگی میکنید، بیش از 60 نفر ساکن کانادا بودن، حالا یا شاغل بودن یا دانشجو بودن و اینا، به هر حال نظر خودتم در رابطه با این فاجعه و همچنین عروج مجدد جنبش اعتراضی در ایران میشه؟ اولا درود میفرستم به شما آرش عزیز به خاطر این گرد همایی که این میزگردی که در واقع زحمت رو کشیدی فراهم کردی، و درود میفرستم به شرکت کنندگان عزیز اینجا، دوستانم مهرافاخ، سحر، مینا، و خوشحالم از اینکه در کنارتون امروز هستم اینجا. و راستش بذارید ابراز همدردی بکنم با خانواده هایی که عزیزانشون رو به خاطر یک قتل عمد جمهوری اسلامی در واقع از دست دادن، و این یک وظیفه بزرگتری رو گردن ما میذاره و در واقع جنبش دادخواهی رو وسیع‌تر میکنه، و چون یک برگ دیگه ای از جنایات رژیم جمهوری اسلامی اضافه شده به تاریخ 40 سالش، در واقع به کتاب جنایاتش در طول 40 سال اخیر. اتفاقی که افتاد در واقع یک رسوایی برای رژیم بود، اگرچه پیش از اون با قتل سلیمانی سعی کرده بود به اصطلاح استفاده از اون اتفاقی که افتاده بوده، قتلی که افتاده بوده، استفاده بکنه، در واقع سوء استفاده بکنه و ناسیونالیسم اسلامی رو بادش بده، و حتی تا اونجا پیش رفت که اونو به عنوان یه برخورد به مسئله قتل سلیمانی رو به عنوان یک ابزاری برای دستگیری های بیشتر ازش استفاده بکنه. و ما دیدیم که در اصفهان به نظرم خیلی آدما به خاطر اینکه خندیده بودن یا به هر حال موضع دیگه ای رو ابراز کرده بودن، یا خبرنگاری که موضع دیگه ای رو ابراز کرده بوده، دستگیر کردن و به عنوان توهین به مقدسات در واقع دامنه دستگیریش رو گسترش داده. و این نشون میداده که رژیم خودش هم پیش بینی میکرده که آبان در واقع نخوابیده و این رخدادی که در ایران پیش میاد به عاملی علیه خود رژیم تبدیل میشه و مردم به این سادگی گول تبلیغات رژیم ها در رابطه با اینکه این مردک نجات دهنده ایران بود و یا بخواد ناسیونالیسم مردم و وطن دوستی و میهن پرستی رو بادش بده، مردم دنبال این مسائل نمیرن. چون واقعیت اینه حتی اونهایی هم که در به خاک سپاری این جانی شرکت کرده بودن، بخشن فقط به خاطر اعتقادات مذهبیشون رفته بودن، نه اینکه مدافع رژیم بودن، و وقتی که برمیگردن خونه هاشون با سفره خالی دوباره روبرو میشن و اینها در واقع نمیتونن به در صف طرفداران جمهوری اسلامی اونها رو قرار داد.
و اینها در واقع ناراضی از حکومت هم هستند. اینها فرق میکنن با اون ناراضیان حکومت مثل آقای خزلی و یا اون یکی، حالا اسامیشون دقیقا به خاطرم نمیاد، کسایی که ظاهرا خودشونو اپوزیسیون جمهوری اسلامی قلمداد میکنن، اونها جز اقشار به اصطلاح بالای جامعه در واقع هستن و مدافعین سرسخت خود نظام هستن. به این خاطر رفتن تو صف پشت خامنه ای وایستادن و سعی کردن از قتل این مردک برای خودشون در واقع یک دمک دستکی درست کنن، فردا بیان دوباره مصاحبه هایی بکنن و توجیهش کنن و نظام در واقع از زیر به اصطلاح فشاری که مردم به نظام میارن رها ببخشن. در واقع این مسئله به نظر من اهمیت داره. یه بخش دیگه هم این که در بعد جهانی ما دیدیم که همین، من حداقل از کانادا میتونم صحبت بکنم، به خاطر اینکه بخش زیادی همونجوری که آرش جان شما گفتید از آدمایی که توی این به اصطلاح هواپیما بودن کانادایی بودن و دوال سیتیزن بودن، در واقع دو تا تابعیتی بودن و کانادا خیلی به نظر من نقش بسیار منفعلی در اینجا بازی کرد و انفعالش عمدتا از اینجا شروع میشد که وقتی که میخواد اعلام بکنه که یه همچین هواپیمایی زده شده، با کلمه این که حتما این مسئله غیر عمد بود و اینا شروع میکنه و در واقع یه آوانسی به جمهوری اسلامی میده و حتی نشون میده که پشت پرده اینا با هم مذاکراتی داشتن میکردن که بعدن و قرار بشه جمهوری اسلامی بیاد بیرون و گردن بگیره این مسئله رو چجوری تر بکنه. به نظر من این غیر عمد بودن نه تنها جمهوری اسلامی درش نقش داره که میخواد خاک به چشم مردمی که میدونن چه اتفاقی افتاده بپاشه، کانادا و آمریکا هر دوشون رفتن پشت این مسئله و در واقع شریک این جرمی که جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به نظر من هستن. و مسئله دیگه این هستش که دوستمون مهرافاق قشنگ توضیح داد به این که چه امروز چه اتفاقی افتاده و واقعیت هم این هستش که اگر فاصله دی ماه 96 تا آبان 98 دو سال بود، آبان 98 تا دی ماه 98 دو ماهه و اگرچه تلاش رژیم این بوده که در این بحبوه در رابطه با مسائل به اصطلاح جنگ و تحریم و این حرفا بخواد سرپوشی بذاره روی مسئله اعتراضات مردم و پاسخگویی خود رژیم به اینکه به هر حال آمار بیرون اومده که هزاران نفر در جونشون رو در آبان از دست دادن و رژیم باید پاسخگو بشه به خانواده های اونها و کسایی که هنوز در زندان هستن و خطر جانی اونها رو هم تهدید میکنه و ما نگران جون اونها هستیم و رژیم نمیتونه پاسخگوی به اصطلاح خانواده های اونها هم باشه و میخواسته از این به اصطلاح هواپیما و نمیدونم زدن پایگاه های نظامی و اینا سر به عنوان سرپوشی برای این مسئله استفاده بکنه. حالا امروز که مردم بیرون اومدن نشون دادن که رژیم در واقع تلاش بی خودی میکنه و مردم نمیخرن این توجیه این که غیر عمد بوده و یا این اتفاق حرف یکی یکی دارن میان کنفرانس مطبوعاتی میذارن، سعی میکنن که سرپوشی بذارن به قتل عمدی که نشونش امروز نیست. فقط رژیم تو خیابونا آمدانه جوانای ما رو به گلوله بست، سرهاشون رو به گلوله بست و آمدانه اینها رو دستگیر کرده، انداخته تو زندان، آمدانه شکنجهشون میکنه، آمدانه اینها رو خودکشی میده. حتی بنابراین مردم این چیزها رو به اصطلاح به همین سادگی نمیخرن و من فکر میکنم حالا بحث تشکل و این چیزا به نظر من باید روی اون مسئله رفت که چگونه باید متشکل
در مقابل اون چیزی که به حال آبان رو به دیما وصل میکنه، چطور باید متشکل مردم بیان بیرون و مقابله بکنن با رژیم؟ و به نظر من این بحث که ما بریم روی اینکه تکنیک این هواپیما تکنیکی بود و این به یک بحث سیاسی عمیقی پشتش خوابیده که باید پاسخ به طلبه به نظر من. خب مرسی مینازرین عزیز، این نظر تو در همین ارتباط داره، تو با این فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی میشنویم و عروج مجدد جنبش اعتراضی در ایران با توجه اینکه بعد از ترور قاسم سلیمانی برخی از تحلیلگران معتقد بودن این یه مائده آسمانی بوده که آمریکا به جمهوری اسلامی داده و تأثیر منفی میذاره و گذاشته مثلا روی جنبش در ایران، روی جنبش بویژه در خود عراق، لبنان و فلان اینا، یعنی خود جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو حداقل موقت هم شده از زیر ضرب جنبش اعتراضی مردم خارج کرده با فلان اینا و بعد اصلا سپاه پاسدارانی که آماج شعارهای مردم رو بوده رو یا هشت شعبی در عراق رو به اصطلاح وارد فاز مظلوم نمایی کرده، بعد رژیم بسیج عظیمی هم کرده میلیونی برای مراسم تشییع جنازه که فقط 60 نفر رو در کرمان به کشتن داده زیر دست و پا، و ادهی هم مثلا تو این وسط پروین هم توضیح داد ظاهرا از ناراضیان جمهوری اسلامی بودن از دولت آبادی ها گرفته و یا مثلا از این اصلاح طلبای فلان و یا حتی کسایی بودن، زنانی بودن اصلا تقریبا بدون حجاب عکس سلیمانی را گرفته بودند، در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند. خبرگزاری رویتر صحبت از 2 میلیون نفر در تهران میکرد. بخشی از این ناسیونالیسم ایرانی هم تحت عنوانی که سردار سلیمانی، حساب سردار سلیمانی رو باید از جمهوری اسلامی جدا کرد و اوز آریو برزن ایران بود و یا اگر با ادبیات اسلامی علاقه داشتن گفتن مالک اشتر بود و از این داستان ها. یعنی یه نوع هول و هراسی بود در میان اپوزیسیون سرنگون طلب که ای وای چی شد، ورق برگشت. ولی خیلی از تلگرام معتقد بودن که با توجه به مجموعه این بحران ها این موقت خواهد بود. به هر حال دیدگاه تو رو میشنویم. با سلام به شما و مهمانان عزیزتون، دوستان عزیزم سحر و پروین و مهرافاق، و با تشکر از تلویزیون برابری برای این دعوت، من امروز به صورت رادیو صحبت خواهم کرد به علت عملی که در چشمم انجام دادم، ولی در برنامه‌های بعدی مطمئناً تصویری با هم صحبت خواهیم کرد. من در رابطه با اینکه امروز و دیروز در واقع توی ایران مسائل بسیار اساسی و مشخصی صورت گرفته، تظاهراتی که در خود دانشگاه صنعتی شریف، توی شهر بابل، توی اصفهان و توی امیرکبیر اتفاق افتاد، دو دوست عزیزم مهرافاق و پروین گرامی صحبت کردن. من در اینجا از به تمامی عزیزانی که توی آبان در واقع قیام 98 خانواده هاشون و دوستاشون رو، بچه هاشون رو و پدراشون و مادرانشون و جوانانشون از دست دادن و و به طور اخص رابطه با هواپیمای بوئینگ 752 هفت اوکراین که با 2 موشک روسی شلیک شده و جامعه جهانی رو توی بهد و ناباوری و عزاداری تمامی خانواده‌های سرنشین این هواپیما قرار داده، من با قلبی اندوهگین به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگم. ولی امروز در واقع یک پاسخ دندان شکنی رو جمهوری اسلامی گرفت. من در رابطه با این مسئله شعارها و برخوردهای سیاسی و اجتماعی که مردم عدالت خواه و تهیدست زحمتکشان و کارگران در ایران و دوستان دانشجویانی که فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند، من صحبتی نمی کنم. ولی در رابطه با این مائده آسمانی که در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی که گفتین که این چه کمال استفاده رو برای این رژیم اسلامی داره، این هستش که بتونه کلن جنگ و تنش و
کلن تنش‌های سیاسی و اجتماعی برای جمهوری اسلامی در این 41 سالی که هست، از سرکوب کردستان، از سرکوب ترکمن صحرا، از قیام در واقع دانشجویان بر علیهشون و انقلاب فرهنگی، از کشتار دهه 60 و از جنگ 8 ساله، سرکوب 78، سرکوب 88، سرکوب 96 و سرکوب 98، همه اینها برای این یه نعمتی بوده و کشته شدن و به آویزه در واقع قاسم سلیمانی هم یک نعمتیه که بتونه نیروهای نزدیک به خودش رو که یک بدنه ای هستن، این رو بتونه به خودش نزدیک بکنه به عنوان نیروهای سیاسی، به عنوان نیروهای بدنه خود جمهوری اسلامی که نیروهای وزارت اطلاعات دولت جمهوری اسلامی هستند و خود سپاه پاسداران هستند، وزارت ارشاد هستش، وزارت نیرو هست، وزارت کشور هست و تمامی نیروهای بسیجی و نیروهای چماقداری که در سرکوب‌های تمامی این چیزهایی که به طور خیلی نکته‌وار برای شما گفتم، در واقع اینها نیروهای اجتماعی و بدنه جمهوری اسلامیه که اینها به خیابون اومدن و در واقع توی مراسم تشییع جنازه‌اش که به عنوان یه تشییع جنازه‌ای که مهراف آقا مطرح کرد که به عنوان یه مذهبی، به عنوان یک سیر چیزایی که به عنوان یک مائده آسمانی اینها استفاده کردن، ولی ما میدونیم که اینها میخوان که فرار کنن از گریزهایی که از بحرانه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دارن. ولی تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی که من خودم به عنوان یکی از مسائلی که بین المللی هستش و توش فعال هستم، من به دو بخش تبدیلش کردم. یکی از جنبش های اجتماعی ارتجایی اسلامی که همواره با بخشی از اهداف و سیاست های رژیم جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان که خودش الان در واقع قدرت رو تو لبنان به دست آورده و احتیاج زیادی دیگه به قاسم سلیمانی و شخصش نداره، ولی پشتیبانی میکنه از سیاست های رژیم، الکتایب که هستش که حزب الله عراق هست و حشل شعبی عراق هست، انصار حزب الله هستش که و گروه فاطمیون افغان هستن که اینها به طور قطع در کوتاه مدت دچار ضربه روحی و افت خواهند بود که من خودم شخصا از قتل قاسم سلیمانی به عنوان اینکه یک دشمن دیگه ای رو کشتن من ناراضی نیستم و خوشحال بودم و در پیج های فیسبوکی من هم هستش اینکه من از رفتن یک جنایتکار جنگی ناراضی نیستم. ولی اینها بعد از مدتی در واقع بازسازی میکنن و از امکانات مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد. توی این یک صفبندی دیگه گروه های غیر شیعه هستن که ما به عنوان که به خاطر اینکه به کار بین المللی اعتقاد داریم اینها رو بسیار روش کار کردیم. یه سری از گروه های غیر شیعه هستن که اصطلاحا اونها رو گروه های محور مقاومت می نامند که مثل گروه های فلسطینی سنی هستش، حماس هست، جهاد اسلامی هست و برخی گروه های مثل جبهه آزادی بخش فلسطین هست که اینها در یک صفبندی جمهوری اسلامی قرار می گیرن. لیلا خالد و جبهه آزادی بخش فلسطین در واقع اعلامیه دادن و به عنوان ترور از قاسم سلیمانی استفاده کردن. ما باید بهشون بگیم که ما چپهای سیاسی چپ و چپهایی که هنوز فعال هستیم، رادیکال هستیم و با هر دو طرف در واقع موضع‌گیری سیاسی داریم، هم با امپریالیسم آمریکا و هم با نیروی با رژیم اسلامی، در واقع ما نمیپذیریم که جبهه آزادی بخش فلسطین به عنوان نیروی ناسیونالیستی که در فلسطین و خودش در اردن هستش و الی غیره، حالا اینا در بحث ما نیست، اینها این حق این رو ندارن که تو این رابطه نظر بدن و اینها دارن خاک میپاشن به همه تمامی تلاش ها و مبارزات مردم خلق فلسطین بر علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل.
تو رابطه با جنبش‌های مترقی و توده‌ای منطقه که از سال 2019 که مانند جنبش توده‌ای لبنان و عراق نشون داد که این جنبش‌ها در تقابل با تمامی صف‌بندی‌های در واقع هم امپریالیستی و هم ارتجایی که هم رژیم‌های ارتجایی منطقه که خود رژیم عربستان سعودی، ترکیه و رژیم صهیونیستی اسرائیل هستند به مبارزه خودشون ادامه میدن و همین پریروز ما در واقع شاهد این بودیم که تظاهرات بسیار عظیمی مردم عراق انجام دادن در رابطه با حاکمیت ملی که امپریالیسم آمریکا رو میخوان از منطقه دور کنن و اخراجش کنن و به اضافه این که به علاوه این که نیروی رژیم اسلامی رو که به عنوان عراق رو به عنوان یکی از استانهای در واقع رژیم اسلامی یا ایران انجام داده در واقع خارج کنند. و یکی اینکه جنبش توده‌ای قیام آبان ماه 98 و 96 نقش ارزنده خودش رو ایفا کرده. ما توی 41 سال ما میبینیم که پروپاگاندایی که توی رژیم جمهوری اسلامی انجام میده ما میریم دتر تاریخ و این تبلیغات نمایشی اینها شبیه نازیستا و در دوران هیتلر میشه این رو مقایسه کرد. شما توی جنگ جهانی دوم یکی از رهبران گشتوبو که داستانش رو خودتون میدونید و در فیسبوک و در همه جایی که تلگرام اینا هستش، این رهبر گشتوبو نازیش فاسیستی در واقع از طرف شورشگرای چکسلواکی کشته میشه و بعد از اون مردم زیادی در آلمان جنازه این جنایتکار قصاب رو در واقع به عنوان یک قهرمان به خاک میسپارن. در ایران هم به عنوان یک قهرمان ناسیونالیستی یک ایرانی در واقع علارغم اینکه بسیاری از مردم خوشحالی کردن، شادی کردن و بسیاری از تهیدستان، زحمتکشان، کارگران، زندانیان سیاسی دهه 60، خانواده‌های خاوران از این ظلم و بی‌عدالتی و کشتاری که در این 4 دهه انجام شده، از کشته شدن یک دشمن به وسیله یک دشمن دیگه اظهار خوشحالی کردن. ولی ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی در مدارس، کارخانجات، ادارات و دیگر مراکز به اجبار توسط اتوبوس‌ها به مراسم برده شدن و این اولین بار نیست که رژیم به اجبار این مراسم میبره. من در دوران مرگ خمینی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودم و من میدیدم که در واقع چگونه انسان‌ها رو مسخ میکنن، ولی اینها کوتاه مدت هستش و هیچ امیدی برای این پروپاگاندای جمهوری اسلامی نیست. حتی اینکه تمام چمقداران، نیروهای محلی، مساجد، دانشگاه ها، نیروهای انضباطی دانشگاه ها، مدارس، در اینجا ها همه اینها در پروپاگاندای جمهوری اسلامی بودند که حتی میتونن چند میلیون باشن. ما میدونیم که اینها همه اینها از رژیم جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها در خود تظاهرات های خیابانی که خودشون اضطراب کاذب ایجاب کردن که موجب مرگ بسیاری شد، که این جنایتکار حتی با خاکسپاری خودش آدم ها رو به عنوان جنازه با خودش برد. سهر سبای عزیز، شما نظر شما رو هم میشنویم با توجه به این که در استان اونتاریو که شما هستید در کنار استان آلبرتا بیشترین به اصطلاح قربانیان این فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی از ایرانیایی بودند که ساکن این دوتا استان بودند و کلن عروج مجدد جنبش و مسائلی که سایر دوستان هم مطرح کردن. دیگه نظر شما رو میشنویم. با سلام خدمت رفقای حاضر در اتاق و با تشکر از تلویزیون برابری که منو به این برنامه دعوت کردن، من قلباً به خانواده هایی که عزیزانشون رو در این سانحه دلخراش هواپیما که از طرف حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی اتفاق افتاد تسلیت میگم و یاد جان باختگان آبان ماه 98 که الان امروز درست با عروج و خشم مردم در خیابان ها داره ادامه پیدا میکنه یادشون رو گرامی میدارم.
منم حقیقتش در رابطه با این سانحه هواپیما به نظرم که برای ماها که ماهیت پلید جمهوری اسلامی رو چهار دست میشناسیم شک و شبهی در کار نبود که این کار خودشه، ولی خب از اونجایی که این هواپیما از یه به اصطلاح ایران میخواست خارج بشه به کشورهای ثانوی بره و نهایتش هم به کانادا بیاد، از نظر بین المللی به هر حال توجه های مختلفی رو به خودش اختصاص داد و استدلال های مختلفی در این رابطه شد. منم با رفیقمون که اشرفی موافقم که به هر حال بورژوازی اون چیزی که به نفع خودشه در واقع بیشتر روش تمرکز میکنه و سعی میکنه به اصطلاح به اون نتیجه رو که به نفع به اصطلاح مردمه نده. به هر حال دولت کانادا درسته خب حالا یه سری خواست به اصطلاح از خودش تأسفای نشون بده، برنامه گذاشت، چند روز یه تلویزیون و میدیاش رو اختصاص داده به این برنامه، ولی حقیقتش ما نباید فراموش بکنیم که این دولت‌های بورژوازی و امپریالیستان که جمهوری اسلامی رو تقویت کردن و در اون منطقه پروراندن و همشون در اتفاقاتی که امروز در جامعه ایران میفته و این عزیزانمون رو از دست میدیم به عناوین مختلف یا دست دادیم یا مردم در فقر و فلاکتن، همه اینا دستشون به این مسئله آلوده است. به هر حال یک چیزی که به نظر من خیلی مهم بود که این اتفاقی که در آبان ماه 98 افتاد و 1500 جوان عزیز ما به دست این جلادان کشته شدن و هر روزم 8 تا در حدود 10,000 نفر در اسارت و دی زیادی زخمی شدن، تلویزیون های به اسم میدیای بین المللی یا غرب اصلا به اون شکل یعنی تبلیغی نکرد، نشون نداد، یعنی به راحتی خیلی از کنارش گذشتن. ولی زمانی که سلیمانی به قتل رسید چندین روز با بوق و کرنا واقعا در جهت اون اهداف و امیالشون تبلیغ کردن، براش نشون دادن. حالا درسته تحلیل‌های مختلف داشتن، ولی ما باید اینو همیشه در نظر بگیریم که اینا دقیقاً منافع خودشونو دارن به اصطلاح تبلیغ میکنن، نه اینکه منافع اون مملکت. ولی یه اتفاقی که در با این هواپیما افتاد اینو مشخص کرد که برای تمام دنیا که جمهوری اسلامی چقدر جنایتکاره. یعنی اینا تا الان به عناوین مختلف جنایتکاری جمهوری اسلامی رو در منطقه میخواستن مخفی نگه دارن، نمیخواستن راجع بهش صحبت بکنن، ولی این یه قلم رو دیگه نتونستن. و وقتی که در حضور به اصطلاح رسانه های بین المللی یا کلن کشورهایی که مدعی بودن که این کار جمهوری اسلامیه داشت دروغ میگفت، حالا ببین در داخل با مردم چه رفتاری خواهد کرد. به هر حال این یه مقدار وضعیت به اصطلاح یه افشاگری بود برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. ولی در رابطه با جنبش ها من خودم حقیقتش این چشم داشت و داشتم که این جنبش ها نخواهد خوابید. درسته سلیمانی تاریخ مصرفش برای جمهوری اسلامی و امپریالیست ها از دست داده شده بود، یعنی دیگه تاریخ مصرفی نداشت. اینا به دو دلیل دلیل هم داره. اولا که نفوذی که جمهوری اسلامی تو مناطق عراق و به اصطلاح سوریه و لبنان و یمن و اون کشورها داشت، نفوذش یکی بعد از دیگری داره از دست میده و یا از دست داده، و به خصوص دیگه که در لبنان و عراق که خیلی راحت اصلا خواسته شدن که اینا برن بیرون و جنایتاشون افشاگری کردن و جنبش در اوج همبستگی منطقه‌ای و به اصطلاح
منطقه ای بود که این وحشت رو در دل به جمهوری اسلامی و امپریالیست ها انداخت که یه جوری این جنبش رو سرکوب بکنن. و چه بهتر که کسی مثل قاسم سلیمانی که دیگه براشون به اصطلاح اون برگ برنده رو از دست داده و دیگه براشون استفاده نداره و از یه قدرتی هم تو منطقه برخوردار بود که خودش اونطوری که به اصطلاح از ما شنیدیم که خودش خیلی کارا رو بدون حتی دستور خامنه ای هم انجام میداده و میخواستن از شرش اصلا جمهوری اسلامی راحت هم بشه، با یه دسیسه این کار رو کردن و اینو خواستن از یه طرف جنبش ها رو به اصطلاح سرکوب بکنن، هم عراق هم ایران هم لبنان، و از طرف دیگه میخواستن که به اصطلاح ترامپ هم که از اون از استیضاحش کرده بودن که به کنگره از طرف دموکرات ها میخواست اینم یه موقعیتی به دست بیاره که به اصطلاح این مسئله رو پیش بکشه که به اصطلاح این مسئله به نفع خودش تموم بکنه. ولی اونطوری که ما میبینیم نه تنها اتفاقاتی که امروز در ایران افتاد که خیلی خوشحال کننده است، ولی من خودم کلن تصوری که از جنبش این جنبش ها دارم الان، این جنبش ها جنبش های طبقاتی هست، یعنی حرکت ها حرکت ها طبقات، درسته اعتراضات خیابانیه، درسته خیزش های توده‌ایه، درسته هنوز از تشکل و سازماندهی برخوردار نیست، ولی اگر ما به خود ایران برگردیم واقعا این جنبش ما یک شبه به وجود نیومده. از تاریخ 1388 که سه جنبش ما تا الان پشت سر گذاشتیم، در حدود 10 سال طبقه ما، جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی همیشه در میدان بودن، اعتراض کردن، اعتصاب کردن، شعارهای رادیکال دادن، خواهان مدیریت شورایی شدن و همه اینا زمینه رو مساعد کرد که این جنبش به اصطلاح تکامل پیدا بکنه، اقشار بیشتری رو با خودش بیاره و از طرف دیگه هم فشارهای اقتصادی و سیاسی بی نهایتی که تو اون جامعه است واقعا گرسنگی بیداد میکنه. همه اینا باعث شد که این جنبش به اصطلاح تا اینجا شکل بگیره، ولی قطعا این جنبش الان نمیتونه به اصطلاح مدتی تو صحنه باشه بعد دوباره خاموشش بکنن. خاموش نخواهد شد، ولی ما باید ببینیم چیکار کنیم که کمترین تلفات داده بشه که این جنبش بتونه دست بالا رو پیدا بکنه. این نیاز به سازماندهی و تشکل. بله رفیق سعد، در مورد اینکه چه بکنیم این جنبش ها تداوم پیدا بکنه و بتونه به اون هدفش که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هست برسه، تو مراحل بعدی میزگرد بهش میپردازیم. اگه میخوای جمله تو تموم کن، من یه سوال بعدی میخوام برم از بعدی بکنم. من الان که به اصطلاح رفقات اشاره کردم به شعارها، یه سری دیگه شعارهای جدیدم به اصطلاح من الان نگاه کردم، ولی این حرکت در عراق بازم خوشحال کننده است که همین به اصطلاح افراد ناشناسی فرمانده یه تیپ کربلای حدشعبی رو در مقابل خونش ترور کردن، یعنی در واقع اون حرکت عراق هم دقیقا شعله‌ور شده مثل ایران. و الان به هر حال این خوشحال کننده است که تمام این بازیای سیاسی ترامپ و آمریکا و ایران داره یکی بعد از دیگری خونسا میشه. بله مرسی. توی دو روز پیش توی بصره هم دانشیان اومدن تظاهرات کردن و مجددا بر خواستای جنبش مردم عراق که از ماه اکتبر شروع شده بود تاکید کردن. خب مرافع عزیز، در مثلا یک هفته اخیر، روزهای به اصطلاح دو هفته اخیر، اینا یک موجی از نگرانی ایران، منطقه و حتی کل جهان رو فرا گرفته بود. برخی حتی خیلی اغراق‌آمیز صحبت از امکان جنگ جهانی سوم میکردن و اتحادیه اروپا هم که همش نگران اینه که یه جنگی بشه و انقلابی بشه و این میلیون‌ها نفر دوباره پناهنده بشن به طرف اروپا سرازیر بشن.
یک موجی از نگرانی فرا گرفته بود منطقه رو، درست در زمانی که شاهد سه تا جنبش انقلابی عظیم در عراق، ایران، لبنان بودیم، امریکا اومد دست به ترور قاسم سلیمانی زد. خبرم الان اومده که همزمان میخواسته یکی از فرماندهان سپاه را در یمن ترور کنه که ناموفق بود. درست اومده این کار رو کرده و خلاصه یک ایران هم اومد صحبت از این کرد که همه دیگه از مقامات ریز درشت و از اصلاح طلب و اصولگرا صحبت از انتقام سخت میکردن. بعد اومد حمله موشه از قبل اطلاع داده، هم به دولت عراق و دولت عراق به آمریکا اطلاع داده و اینا، چهار تا حالا موشک حالا زده، برخیش خورده برخیش نخورده، هیچ تلفاتی هم نداشته، یعنی هیاهوی بسیار بوده برای هیچ. یعنی اون انتقام سختی رو که قرار بود از آمریکا بگیره، دست به نقش 60 تاشو تو کرمان گرفت، 176 نفر رو در نزدیکی به سلاچی تهران گرفت، از بیشترش هم شهروندان ایرانی بود. در بطن این رویارویی جدید، دور جدید، چون این رویارویی خب 40 سال این کشاکش تنش میان ایران و امریکا 40 سال ادامه داره، دور جدید رویارویی ایران و امریکا، ما شاهد مواضع مختلف بودیم از سوی نیروهای مختلف اپوزیسیون. در این ارتباط در مورد خود نگاهت به این رویارویی، مواضع مختلف نیروهای اپوزیسیون و دیدگاه خودت رو میشنوی. من فکر میکنم که اصلا باید بررسی کرد که چرا این اتفاق افتاد، چرا جمهوری اسلامی در واقع به پناهگاه، به پایگاه نظامی آمریکا حمله کرد. ما این نیاز به یه بررسی داره، چون شما گفته بودین که مثلا برگردی فقط به چیز امروز و گذشته رو چیز کنیم، من کوتاه اومدم یه مقدار مرحله اول. واقعیت هم اینه که ما باید این رو بررسی کنیم، ببینیم که اصلا از کجا شروع شد. شروع شدنش مسئله ترور قاسم سلیمانی بی هدف نبود اصلا. موقعی که ایران اومده شروع کرده از نیروهایی رو که درست کرده، از هشت شعبی و فاطمیون و در واقع حوثی‌ها و اونا، از زمانی که حوثی‌ها آرامکو رو زدن تو عربستان، از همونجا اسرائیل و در واقع آمریکا شروع کردن حمله کردن به جمهوری اسلامی. در واقع تخاصم این دوتا نیرو که همه اینا در واقع اتحاد نظام سرمایه‌داری است بر علیه کوبیدن جنبشی که در منطقه به راه افتاده. ما می‌بینیم در یک زمان اوج جنبش هست در لبنان، در عراق، همگام با این در ایران. و وقتی که اومده آرامکو رو زده، بعد از اون آمریکا و اسرائیل هجوم آوردن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. و از اون طرف قاسم، اونا اومدن چیکار کردن؟ وارد در واقع نیروهای انقلابی در عراق، سفارت جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار گرفتن. به دنبال اون قاسم سلیمانی که اومده زرچشی از نیروها بگیره، همونجور که برگشته به عنوان قاتل منطقه، قاتل نیروهای بچه‌های سوری و به عنوان قاتل مردم عراق و ایران، قاسم سلیمانی هست. کسی رو که اینو امروز آریو برزن ایران قلمداد میکنن، این اومده نقشه برای، حتی صحبتی که داشته برگشته گفته ما اگه به جای شما بودیم این جنبش رو در عرض 5 روز سرکوب میکردیم. 5 روز سرکوب کردنش با چی بود؟ با کشتاری که میخواست صورت بگیره، همون کاری رو که در ایران کرده، 1500 نفر رو کشته، بالا 7000 نفر رو در زندان انداخته و هر روز ما با جنازه های شدید در مکان های مختلفی در ایران روبرو هستیم. اومده شروع کرده از طریق هشت شبی به منطقه سبز آمریکا وارد شدن، در واقع سفارت آمریکا، و همونجا رو دیوار سفارت اونا نوشتن که رهبر ما قاسم سلیمانی است. از همونجا دوباره وقتی نیروی آمریکا اومده، یکی از در واقع نظام جمهوری اسلامی از طریق هشت شبی به پایگاه کرکوک هم بکردن که یک آمریکایی اونجا کشته میشه. خب در واقع ترامپ هم برای کشته شدن اونجا یه مسئله در خیلی عمده‌ای هست برای آمریکا. از زمانی که سفارت ایران اشغال شده بود، با هجوم به سفارت آمریکا، در واقع یعنی انگار ترامپ و اون افت پایگاهی که ترامپ داشته و با همون وسیله در آمریکا قدرت رو به دست گرفته بود بوده. مسلماً ترامپ هم از این طرف واکنش نشون داد.
واکنشش چی بوده؟ واکنشش حمله بود به ترور قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی نیروی دوم ایران هستش بعد از رهبری در ایران و میلیاردها براش سپاه هزینه کرد تا از اون قاسم سلیمانی بسازه در اذهان مردم به عنوان سردار امروز قلمداد بشه و علت اومدن مردم در این مراسم ها یک پایگاه این که مردم ایران اصلا از هجوم خارجی در ایران تنفر دارن، یعنی چه حالا شور روسیه باشه چه آمریکا باشه، وجود هیچ بیگانه‌ای رو در کشور خودشون پذیرا نیستن ملت ایران. و به یکی از دلایلی که در این در واقع پشت سر قاسم سلیمانی رو افتادن این مسئله بود و همونجا هم عنوان کرده بودن که ما با نظام نیستیم. تلافیش رو وقتی که این کرد در واقع جمهوری اسلامی با اطلاعی که به سفارت سوئیس داده، با اطلاعی که به خود عراق داده، در مستقیما به دولت آمریکا گفته من میخوام بزنم، اونم گفت بزن. این به قول یکی از بچه‌ها برای من نوشته بود هزینه‌ای که جمهوری اسلامی در واقع با موشک‌پرانی ای که کرده نصف اون خسارت رو به دولت آمریکا نزده. این از لحاظ فقط مالی قضایی است. از لحاظ جانی هم که ما میبینیم اینقدر رژیم درمانده است، اینقدر این رژیم درمانده است که حتی توان این که بتونه یک تظاهرات رو شکل بده علارغم این که سالیان سال از زمان مرگ خمینی همونجور که دوست عزیزمون مینا گفته این اومده از تمام شهرهای ایران جمع کرده شدن بالای 700 هزار نفر. تخمینی که زده بودن حتی تلویزیون‌های خارجی گفته بالای 800 هزار نفر تو کرمان بودن، بالای 800 هزار نفر با اون داربستی که اینا زدن باعث کشته شدن مردم شدن، یعنی با داربست. حالا ماشینایی که جمع کرده بودن ماشین تصادف کرده بود تعداد زیادی رو تو ماشین کشته شدن. الان نمیدونم پدابندشون افتاده حدود 176 نفر ایرانی که در اینجا کشته شدن. یعنی مجموعاً انتقامی که به جایی که از آمریکا بگیره داره در واقع انتقام همونجور که مردم تو شعارهای خودشون مطرح میکنن انتقام از ملت ایران گرفته. ملت ایران که بالای 200 نفر کشته فقط در این حوادث داده به خاطر مرگ یک قاتلی که در ایران اتفاق افتاده. و اونجایی که ما داریم میگیم که چرا جمهوری در واقع اتفاق بعدی چه خواهد بود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چرا؟ چون از اون بعد ترامپ با خواسته‌ها و اهداف خودش که می‌خواست در به عنوان یک ناسیونالیست در آمریکا مطرح بشه، خودش رو مطرح کرده با هجومی که به آمریکا در واقع ایران آورده و با کشتار سردار سلیمانی. از اون برم ایران اومده با 4 تا موشک مستقیما ظریف برگشته گفته پا به پای شده به همون نسبتی که اونا زدن ما هم زدیم. یعنی با یه 4 تا موشک پرانی کردن گفتن به همون نسبتی که مثلا اونا قاسم به توازن قاسم سلیمانی ما هم عمل خودمون رو انجام دادیم. یعنی در واقع بیرابیر، یعنی جنگی در میون نیست اینجا، چون نه ایران توان جنگیدن در مقابل امپریالیسم آمریکا رو داره، دولت قدرتمندی مثل آمریکا رو داره، نه آمریکا خواهان جنگه، چون از لحاظ اقتصادی واقعیت هم هر دوتا پاسخگوی جامعه خودشون نیستن و این در واقع سرمایه‌داری که تو عرصه جهانی کم آورده و مورد تهاجم مردم خودش قرار گرفته است. مرسی. البته بعداً در مورد مواضع اپوزیسیون هم میتونید در دور بعد نظرتون رو بگید. پروین عزیز، دیدگاه شما رو میشنویم. دور جدید رویارویی ایران و آمریکا، مواضع اپوزیسیون. ببینید من فکر میکنم که عکس العملی که جمهوری اسلامی نشون داد به مسئله قتل قاسم سلیمانی و علی‌رغم هارت و پورتی که کرد که من انتقام سخت میخوام بگیرم و اینا، واقعیت این هستش که باید بپذیریم که جمهوری اسلامی یک دست نیست و اگر انتقام سخت نتونست بگیره یه مقدارش هم برمیگرده به اختلافات درون جمهوری خود هیئت حاکمه. به نظر من با در نظر گرفتن این که رژیم هنوز برجامو داره که هنوز روش یه دست نیستن، درست حرفای نهایی رو خامنه ای میزنه ولی به هر حال خامنه ای هم بدون مشورت با این جناها حرف آخر رو نمیزنه و توی این دعواها دخیل هستش. به نظر من
بعد از اینکه آمریکا سلیمانی رو زد، خب رژیم نشست، یعنی صاحب منصباش و گردن کلفتاش رو نشستن شور کردن که حالا چجوری جواب بدن. اینا نمیخواستن یک کاری بکنن که بعداً در مورد برجام دست پایین رو داشته باشن. تازه کشورهای اروپایی رو هم باید مد نظرشون نگه میداشتن که مراقب باشن کاری نکنن که اونا رو هم یه مقداری رابطهشون از دست بدن. این شور و مشورت در متن خودش باعث شد که یه فصل مشترکی بینشون به وجود بیاد و اون این حاصلش در واقع این موشک پراکنی بوده. و تازه قبلش هم به قول دوستمون مهرافاق قبلش هم به خبررسانی کرده بودن در موردش. حالا بگذاریم از این که به محض این که این هواپیما سقوط کرد، یه عده سخت و سفت شروع کردن سر صدا کردن که خودش سقوط کرده. حتی قبل از اینکه رژیم خودش موقعی که میگفته ما داریم این تحقیق میکنیم در موردش، حتی قبل از اون یه عده سخت و سفت میگفتن که نه خودش سقوط کرده و علتش هم تحریما بوده و این تحریما باعث شده که این اتفاق برای این هواپیما بیفته، چون نمیدونم چی میگن پارت های مناسب نداشته، نمیدونم سیکیوریتی مناسب نداشته، نمیدونم چک مناسب نداشته دیگه، هیچ به این پرداختن. بابا این هواپیما اوکراینیه، مال ایران اصلا نیست و هواپیمای اوکراینی اصلا تحت تحریم نبوده. بعدم که دیدن رژیم مجبور شد اعتراف بکنه، حالا راه افتادن میگن اینا شهدای جنگ هستن، به خاطر اینکه اوضاع جنگی بوده، رژیم میخواسته مثلا آمریکا رو بزنه، اشتباهی به اینا به این هواپیما زد، باید اینا رو جز شهدای جنگی قلمداد بکنیم. از این رسواتر نمیشه در واقع جنایت رو که رژیم کرده رو بخوان تایید بکنن. من فکر میکنم در رابطه با اینکه اگه بخوایم فکر بکنیم حالا جنگی صورت میگیره یا نه، همین الان من اگه بخوام به این سوال مستقیم یه جواب کلی بدم اینه که این جنگ صورت نمیگیره به نظر من، ولی وقوع اونو به عنوان یک گزینه نمیتونیم نادیده بگیریم و به خاطر همین پیشبینی ها هستش که ما به اصطلاح به نظر من باید پشتیبان جنبش ضد جنگ باشیم به خاطر همین پیشبینی ها، چون این در واقع گزینه جنگ گزینه هستش که هم روی میز ایالات متحده آمریکا هست، هم روی میز جمهوری اسلامی هست، هر دوشون جنگ طلب هستن علی رغم اینکه الان بهش حتی دست نزنن. اگه جنگ با عراق یه موقعی برای جمهوری اسلامی برکت بوده، من مخالف این هستم که فکر بکنیم که الان هم یک جنگ برای جمهوری اسلامی میتونه برکت باشه، چون واقعیت اینه که هم اوضاع ایران تغییر کرده و هم اوضاع منطقه. در ایران دیگه ضرورتا جمهوری اسلامی نمیتونه همه رو ببره زیر پرچم اینکه براش بجنگن. بحران اقتصادی داره، کفگیرش به ته چاه خورده، هرچی که داشته تا حالا صرف نظامی گری کرده، چیزی نداره دیگه. اونجایی هم که کم آورده از سفره مردم داره میدوزه که بتونه 200 میلیون یورو رو اختصاص بده به سپاه پاسداران، به غزنی روی قدس. در واقع این یه طرف دیگه جریان هم این هستش که در جمهوری اسلامی در منطقه هم بنز کافی هزینه کرد و همشون میبینیم اونایی رو که طرفدار جمهوری اسلامی هستن گرفتاری های خودشون رو دارن، نمیتونن با 4 تا گروه شبه نظامی نمیتونه جمهوری اسلامی با اونا به مقابل یک جنگ تمام عیاری که آمریکا ممکنه را بندازه به اصطلاح باش مقابله بخواد بکنه، حماس و حزب الله و گروه های مسلح عراق و اینها همشون رو هم اگه به خط بکنه به این سادگی نیست که با کمک که اینا بتونه در مقابل آمریکا وایسه. به خاطر همینم من فکر میکنم جمهوری اسلامی علاوه بر این به اصطلاح رجزخانی های جنگ طلبانه نمیخواد یک جبهه جنگ دیگه رو باز بکنه و فعلا به خاطر همین به رجزخانیش به نظر من ادامه میده. در مورد آمریکا هم همین به نظر من باید یه سری شواهد در نظر بگیریم برای جنگ. الان برای ترامپ الان گزینه مناسبی نیستش جنگ، انتخاباتش در پیشه تا به اصطلاح یادمون نره که ترامپ با شعار توقف جنگ
بیرون کشیدن سربازاش شعار انتخاباتیش بود، اون برد در واقع، به اضافه که اونا هم در مورد انتخاب گزینه جنگ درشون اختلاف هستش، حتی مخالفت در میان خود جمهوری خواهان وجود داره که الان اگه بخوام برن به جنگ، ما دیدیم که ترامپ مجبور شد جان بولتون رو بذاره بندازه و یه به اصطلاح گزینه دیگه، یه کسی دیگه رو بیاره جاش، و آمریکا یه پاش الان توی افغانستان گیره با تمام این که تلاش میکنه که با طالبان مذاکره بکنه، در عراق همینجور مثل چی تو گل مونده، حالا هم که عراق داره بهش فشار میاره که سربازاشو از عراق ببره بیرون، از اون ور استیزار خودش خود ترامپ هست، اختلافاتش با مسکو هست، اختلافاتش با پکن هست، اروپا رو سخت میتونه بیاره دنبال خودش در رابطه با راه انداختن یه جنگ دیگه، کلی مسئله داخلی داره، به خاطر همین برای اونا هم به نظر من یه گزینه مناسبی همین الان نیستش. همه اینا رو گفتم بگم که مخالفت با جنگ به نظر من امروز با تمام این حرفا باید به بخشی از کارمون در واقع تبدیل بشه، علی‌رغم این که ما وظایف دیگه هم به عهده داریم، به خاطر این که به نظر من علاوه بر اون تمام موزلاتی که بازدارندهی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره و یا در آمریکا وجود داره در رابطه با اینکه همین الان جبهه دیگه رو باز بکنن، من فکر میکنم مخالفت و مقاومت عمومی که در مقابل جنگ در سطح بین‌المللی و حتی در سطح خود ایران وجود داره، این خودش بزرگترین اهرم میتونه باشه برای اینکه اجازه نده که اینا بتونن به یک جنگ خانمان برانداز دیگه دست بزنن و قربانیان وسیعی رو به مثلا بگیرن، و این وظیفه ما هستش که این مقاومت و مخالفت عمومی رو دامن بزنیم و اجازه ندیم که اینها به همچین کاری دست بزنن. من راستش در رابطه با مخالفت با جنگ اون چیز کلی رو که گفته میشه جنگ تروریست ها است و به ما مربوط نیست رو من باهاش زیاد توافق ندارم راستش. این استدلال به نظر من خیال میکنه که این جنگی که میخواد صورت بگیره فقط دو طرف داره. نه، جنگ همیشه به نظر من سه طرف داره. دو طرفش گروه ها به اصطلاح جریانات متخاصم هستن، مثلا در رابطه با این جنگ ایران و عراق، ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا و ایران هستش که دو طرف متخاصم هستن، ولی یه طرف هم مردمی هستن که تخاصم قرار زندگی اونا رو در درجه اول زیر رو بکنه. اینو باید جدی بگیریم به نظر من. بنابراین مردم به مردم مربوط میشه، نمیتونیم بگیم به ما مربوط نمیشه، به ما مربوط میشه. ما میتونیم بگیم این جنگ ما نیست، واقعیت اینه که این جنگ ما نیست، ولی نمیتونیم بگیم به ما مربوط نیست، چون نمیتونیم دستونو بشوریم و بریم کنار و نظارگر باشیم در واقع و بذاریم که دو طرف متخاصم هر بلایی دلشون میخواد سر مردم بیارن. تازه اینجا میبینیم که گاهن بر اساس سیاست هایی که احزاب و سازمان ها دنبال میکنن، گاهن حتی به بهانه اینکه جنگ دو تروریست هستش، به یه طرف تروریست متمایل میشن، چون حالا یا تروریسم جمهوری اسلامی یا تروریسم ایالات متحده آمریکا، به یه طرف اینا متمایل هستن، در حالی که اگه بپذیریم طرف سومی هستش، اون وقت باید براش برنامه ریزی کنیم، اولا این تخاصم و تأثیراتش رو روی زندگی مردم به رسمیت بشناسیم، بعد سعی کنیم متوقفش کنیم، به جای اینکه به یه طرفش برای یه طرفش هورا بکشیم، باید این بازی فوتبال که نیستش که بگیم یه بازنده و یه برنده داره و هورا بریم برن یه طرفش به اصطلاح کف بزنیم. این توقف باید عمدتاً از طرف مردمی صورت بگیره که به اصطلاح از جنگ ضرر میبینن، و اینجاست که به نظر من بحث صدای سوم، جبهه سوم معنی پیدا میکنه. حالا اگه بازم بخوام ادامه بدیم من میتونم رو بیشتر صحبت کنم. خب می نظرین عزیز، شما نظرتون هم در ارتباط با همین دور جدید رویارویی ایران و آمریکا و موضوع صدای سوم و اینا رو هم میشنویم.
زمینی که مثلا تاریخ‌دانان و جامعه شناس همیشه میگن، میگن سه چیز هیچ وقت خبر نمیکنه که داره میاد: جنگ، کودتا، انقلاب. یعنی هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه مثلا در فلان روز فلان تاریخ مثلا جنگ میشه یا کودتا میشه یا انقلاب میشه. ولی خب خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقد بودن به دلیل مجموع مشکلاتی که هم رژیم ایران داره هم رژیم امریکا داره، هیچ کدام نه قادر و نه تمایل دارن لزوماً دست به یک جنگ تمام عیار بزنن، جنگ‌های موردی و موضعی و این مثلا پایگاه اونو بزنن. البته رفیق مرافا گفت هوتسیا آرامکو رو زدن، خیلی‌ها معتقدن هوتسیا همچین امکانی رو نداشتن، این کار خود رژیم بود و هوتسیا پذیرفتن که اونا انجام. ولی به هر حال یعنی از این جنگا بزن بزن بکشا و ترورا رو ما شاهد خواهیم بود، ولی جنگ تمام عیار از نوع افغانستان، عراق، اون فاجعه‌ای که تو لیبی اتفاق افتاده احتمالاً مثلا چیه نخواهد بود. هر دوتا هم خامنه‌ای هم ترامپ دوست دارن تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری در امریکا این منازعه رو کش بدن. خود ترامپ هم بارها گفته که از طریق همین تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، محاصره سیاسی که بعد از مشتباران جمهوری اسلامی هم 8 مقام جدید هم جز تحریم‌ها قرار داده، میتونه کمر رژیم رو بشکنه. لزومی به منازعه نیست، چون خودش دیده که در این دو دهه گذشته در انواع اقسام جنگا شکست خورده، در افغانستان رسما پذیرفته شکست خورده، دارن با طالبان آدمخوار مذاکره میکنن برای به اصطلاح چی صلح و اینا. خب به هر حال نظرت رو میشنویم مینازرین عزیز. با توجه به اینکه دوستان عزیز من مهرافاق و پروین در رابطه با هم منطقه صحبت کردن و هم در رابطه با موشک پرانی در واقع جمهوری اسلامی، من این رو با تمامی این چیزی رو که اطلاعاتی که در رابطه با مسائل بین المللی دارم و با سازمان بین المللی کار میکنم، در واقع اینه که هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد و آمریکا تونست توی سال 2003 با کمک حشدالشعبی و خود نیروهای قدس رژیم جمهوری اسلامی در واقع بتونه توی نیروهای توی پایگاه‌های نظامی و نیروهاش رو توی ناوگاه‌هاش رو بتونه توی منطقه خاورمیانه به یه منطقه نظامی تبدیل کنه، عراق رو اشغال کرد. ولی این یکی این اصلا به وجود جنگ لازم نیست. این جنگ زرگری که بین امپریالیسم آمریکا و نیروهای ارتجایی و حشدالشعبی و فاطمی و الکتائب و اینهایی که به واسطه جمهوری اسلامی در واقع اینها از سال 2003 در واقع عراق رو به یه سری به پایگاه‌های نظامی و یه منطقه نظامی تبدیل کردن، عراق رو اشغال کردن. من همونجور که تو بحث اولم گفتم جنگ یک نعمته، جنگ در واقع فقط جنگ سیاسی نیست، چون در رابطه با در واقع مسائل جامعه شناسی من خودم تحصیل کردم در آلمان و کلن این شوف رو دارم در رابطه با این که در رابطه با مسائل بین المللی که بسیاری از مقرها و اطلاعات رو در دوران صدام حسین و حزب بعث عراق خود نیروهای ارتجامی حشدالشعبی، فاطمیه، الکتایب، اینها به توسط خود نیروی قدس سپاه و جمهوری اسلامی در واقع یه سری اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار داد. و رفیق سحر هم گفت که دیگه دوران در واقع خود قاسم سلیمانی به سر رسیده بود. من یکی از مسائلی رو که دقیق میخوام روش اشاره کنم و شما هم حتما در صحبت بعدیتون که در واقع نیروی سوم چی هست و این نیروی سوم در واقع جنبش های مردمی هستن که توی عراق هستن، توی ایران هستن و توی خاورمیانه است، این رو خود مستقیم خود خود ترامپ، دولت ترامپ و خود مایک پیمپو وزیر امور خارجه گفت ما جنگ رو نمیخوایم ولی میخوایم که تروریست ها رو بکشیم. ببینید قاسم سلیمانی یک فرد در واقع جنگ طلبی بود، از اصولگرایان هست و این جلوگیری میکرد از خود برجامی که
نیروهای امپریالیستی در واقع اروپایی بر این اعتقاد دارن که بایستی این پیش بره، چرا که به عنوان نیروی امپریالیستی سرمایه مالی میخوان که اونجا بانکاشون آباد بشه، میخوان سهام رو بخرن، میخوان که در واقع کمپانی های ساختمان سازی که همین که رفیق مهرافاق اشاره کرد که یکی از افراد آمریکایی اشاره شد کشته شد، و اینکه تسلیحات در واقع بایستی در رفت و آمد قرار بگیره. فقط تسلیحات فروش اسلحه که نمیدونم کلاشینکوف یا اینکه اسلحه اولیه نیست، موشک های کاربردی هست، موشک های ناف های جنگی هست که اینها میلیون ها دلار در واقع خرج داره برای خود آمریکا، و اینکه توی عراق، توی افغانستان و لیبی و بسیاری از کشورها بعد از بهار عربی آمریکا تصمیم گرفت که دیگه جنگ به صورت در واقع نیروهای نظامی رو اونجا ایجاد نکنه، ولی به عنوانی که دشمنی به عنوان داعش اونجا داره اون نیروها رو برقرار کرده، و نیروی به عنوان نیروی رژیم جمهوری اسلامی در واقع این رو به عنوان یک انتقام سخت قرار میده که توی این انتقام سخت میخواد که هم در واقع راضی نگه بداره که نیروهای بدنه نیروهای خودش رو توی ایران و توی خارج ایران که بتونه از انتقام سخت صحبت کنه. یه چند تا موشک پرانی کرد که مهرافاق گفتش، و اینکه به هیچ عنوان کشور ایران و آمریکا وارد یک جنگ نمیشه. مسلمه که ما به عنوان یه سری از نیروی سوم به عنوان صلح پایدار مطرح نمی کنیم. ما انسانایی هستیم که همیشه برای صلح و برای انسانیت، برای آزادی، برای داشتن نان، مسکن، آزادی جنگیدیم و مبارزه کردیم، و توان نیروی نظامی ایران اصلا در این حدی نیستش که با توجه به اینکه آمریکا عراق رو اشغال کرده، افغانستان رو اشغال کرده، لیبی رو اشغال کرده، جنگ‌های اخیری که سوریه داشته، تو رابطه با این دیگه جنگ دیگه‌ای رو قصد نداره، چرا که سرمایه مالی یه امپریالیست ها برای تسهیلات و برای پیشگیری از قیام هایی که در منطقه اتفاق میفته، و ما این رو به روشنی دیدیم که در این قیام هایی که در لبنان، در عراق و قیام آبان 98 نشون داد که تهیدستان و کارگران، دانشجویان، مردان، زنان و همه جوانان در واقع در وسط صحنه بودند و برای کار و نان آزادی که یک مسئله اساسی و ریشه‌ای سوسیالیستی هست دامن زدند، و هم رژیم امپریالیستی آمریکا و هم رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی اینو میدونه که جنگی دیگر میتونه جنگ خسارتباری باشه، چرا که توده ها از این قضیه آگاه تر شدن، تجربیات بیشتری رو در خاورمیانه به دست آوردن، و برای این عدالت خواهی و این عدالت طلبی که مردم آزادی خواه خاورمیانه دارن جنگی صورت نخواهد گرفت، و این رو سرمایه‌داری جهانی میدونه، ولی با توجه به اینکه تضاد بین در واقع شیعه ارتجایی و شیعه سنی، در واقع من تمام گروه‌های ارتجایی هر دو رو برای شما نام بردم، و به اضافه نیروهای امپریالیستی خود امپریالیسم آمریکا و نیروهای امپریالیست در واقع دولت‌های امپریالیستی خود گروه‌های اروپایی در واقع و کانادایی مایل نیستن و مایلن که ایران بتونه به خاطر تولید حفظ منافع گروه بندی سرمایه‌داری بتونه که روی این ارزش‌های ماهیت سرمایه‌داری بمونه، و چشماندازی رو که هر دو اینها برای سرکوب نیروی تهیدستان و سرکوب تظاهرات‌های میلیونی که در عراق، در لبنان و در ایران در حال حاضر در جریان هستش، اینها میخوان پیشگیری بکنن. مرسی. رفیق سر، نظر شما رو هم میشنویم در همین ارتباط. به نظر شما یک نیروی چپ معتقد به صدای سوم
در ارتباط با این رویارویی ایران و امریکا باید چه موضعی داشته باشه و چه نقدش میشه داشت بر موازی اون بخش هایی از اپوزیسیون یا شپ اپوزیسیون که یا به طرف جمهوری اسلامی غش میکنن یا به طرف امپریالیسم امریکا. نظر شما رو میشنم. حقیقتش رفقا از زوایای مختلف مسئله رو بررسی کردم، منم در مثلا نظر خودم رو میگم. به نظر من این بار اول نیست که تنش‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داشته و هر بارم تحلیل‌های مختلفی ازش اومده بیرون که نهایتاً اینکه جنگ میشه، ولی اینو ما باید اگر بخوایم به اصطلاح از نظر تحلیلی به از زوایای مختلف چیز بکنیم، اینو بررسی بکنیم، به نظر من جنگ نمیشه. یعنی به چند دلیل که رفقا اشاره کردن، اولا که جمهوری اسلامی برای کشورهای امپریالیستی به خصوص آمریکا نعمت بوده، یعنی که حکومتی به این فاشیستی نمیتونی تو دنیا ببینی. تا الان هم تمام عملکردهای جمهوری اسلامی در خدمت به منافع امپریالیستا و سرمایه جهانی بوده. به هر حال اینا با چنگ و دندان تا الان خواستن که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. از اونجایی که همیشه خواستن یه مقدار به اصطلاح جمهوری اسلامی رو رام کنن و از نظر دیپلماسی یه سری مسائل رو حل بکنن و بخواد همین مسئله نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق همین قاسم سلیمانی که یه عنصرشه منطقه به وجود آورده، خودشون منشأ اصلی رشد تروریست بودن. و تروریست اگه در نهایت ما نگاه کنیم چه خدمتی به منافع امپریالیستا کرده که واقعا اون منطقه رو به خاک سیاه نشونده. از اون طرف آمریکا تو عراق جنگ را انداخت، تو افغانستان جنگ را انداخت و هزینه زیادی مردم دادن، خود آمریکا هم داد ولی شکست خورد. و الان از نظر مالی یا اصلا از نظر سیاسی در اون حدی نیست که بتونه دوباره یه جنگ دیگه اونجا را بیفته، چون این جنگا درسته مردم بهای زیادی میدن، بی خانمان میشن، کشته میدن، نمیدونم تمام زندگیشون رو از دست میدن، آواره میشن، همه ما دیدیم، ولی در طولانی مدت جنبش ها ازش میاد بیرون، جنبش های مترقی ازش میاد بیرون. الان همین نمونه ها شما تو منطقه میبینیم و این جواب این جنبش هاست که داره به این که جنگ بشه یا نشه. مسئله اینه که از این جنبش ها تا چه اندازه بتونن خودشون رو جمع و جور بکنن، بتونن به اصطلاح هدف به اون انقلاب برسونن. اینو اون میگه. ولی احتمال این که اینا دست به تاکتیک های مختلفی بزنن، همین نمونهش که مثلا قاسم سلیمانی رو کشتن و بازی در آوردن که جمهوری اسلامی از قبل خبر داده بود به نیروهای آمریکایی که پایگاهاتون رو خلوت کنیم، من میخوام موشک بزنم، و به هر حال زیر فشار یه سری از عوامل و اوباش خودش بود که باید انتقام بگیره، باید یه جوری مسئله رو سرهمبندی میکردن. این بازی سیاسی الان دستش برای همه رو شده، یعنی دقیقا تمام اینا میدونن که بازی دیگه، میخوان یه جوری با هم دیگه کنار بیان و همیشه کنار اومدن. یعنی اینه که الان به نظر من اپوزیسیون راست که همیشه یه فرقی با به اصطلاح چیز نداره دیگه، اگه از سلطنت طلبها مجاهدین بگیم که تا یه حرکتی تو ایران میشه اینا بلافاصله به جنب و جوش میفتن و اینجا هم اولین هدفشون اینه که با میفتن به جون چپا، یعنی به هر حال اونا هم اون روی سکه دیگه به حساب جمهوری اسلامی هن. یعنی هیچ فرقی نداره. توده و اکثریت هم که همیشه خیانت کردن دیگه، کارشون کاملا مشخص بوده. نمونهش همین دولت آبادی دیگه موضع گرفت، 1500 نفر دو ماه قبلش کشته شد، یکی از اینا صداشون در نیومد، یک جنایتکار اینطور کشته شد، این برگشت در موردش مداهی کرد. متوجه هستی؟ یعنی این و اپوزیسیون چپ برمیگرده، به نظر من الان وظایف مهمی در اختیار ماست.
یعنی چپا چه ما تو خارج کشور هستیم باید متشکل‌تر بشیم، افشاگری بکنیم، جنبش‌های داخل رو تا حمایت بکنیم و چه جنبش‌های اجتماعی باید سریع‌تر متشکل بشن که بتونن جلوی این فجایع رو بگیرن. آخرین سوال رو میکنم، البته اگر هر یک از دوستان در رابطه با صحبت‌های سایر رفقا نظری هم داشتید میتونید بیان کنید. محتمل‌ترین سناریوها و وظایف سنگینی که بر دوش نیروی چپ سنگینی، این نکته ای است که من در پایان این میزگرد میخوام از هر چهار عزیز بپرسم. مرافق بگوش. من اول بپردازم به قسمتی که شما در مورد اپوزیسیون سوال کردیم و من کامل جواب ندادم بهشون. مسئله اپوزیسیون واقعیت اما در مرحله اخیر در ارتباط با ترور در واقع سلیمانی دیدیم که چه واکنشی داشتن. اون رضا پهلوی بود که سکوت مطلق انگار نونه موش خریده بود، چون آمریکا در واقع داشت دخالت کرده بود و در واقع مواضع آمریکا رو دیده بود. مجاهدین و کلا نیروهایی که از کلمه ضد امپریالیسم بودن و یعنی فکر میکنن امپریالیسم میتونه آزادی رو برای ملت ایران برمقام بیاره، در واقع تو دهنی رو این دفعه از خود ترامپ میتونم به جرئت بگم خوردن. واقعیت هم باید دیگه حداقل بیان بشینن رو مواضعشون با اون همه هزینه‌ای که میکنن هر دفعه. شما در نظر بگیریم مستقیما یکی از خواستهای ایران از پومپئو فردای اون روز سخنرانی که کرده بود این بوده که دیپلمات‌ها دیگه با نیروهای مخالف نظام صحبتی نداشته باشن، نشستی نداشته باشن. این دقیقا نشون میداد که خب چه کسایی با نیروهای امپریالیستی دائما در واقع نشست دارن و گفتمان دارن، دارن صحبت میکنن و چه هزینه هایی رو اون گروه ها دارن میپردازن برای این مسئله. بعد مردم هم با همون شرکت در تظاهرات در واقع مردمی که مخالف نظام بودن ولی در این تظاهرات در واقع در ارتباط با قاسم سلیمانی شرکت کردن، اونایی که در واقع از جنبه ضد امپریالیستی بودن یعنی مسئله مخالفتشون رو با آمریکا دارن می‌خواستن به یک شکلی نشون بدن در این جریان بودن. ما نمیتونیم بگیم همه اینا طرفدار نظام بودن و همه اینا طرفدار چیز بودن و طرف قشنگ با نوشته اینو نشون میداد که من مخالف نکنه جمهوری اسلامی، من موافق خودشم. این در واقع نگاه ضد امپریالیستی، نگاهی که بیگانه رو در جامعه خودشون نمیپذیرن بوده که باید تجدید نظر بشه. و مسئله بعدی اون نیروهایی که فکر میکنن با رفراندوم میتونن کاری رو در ایران پیش ببرن، یعنی در واقع نیروی سرکوبگر رو سپاه قدس رو نگه دارن ولی ظاهر قضایی ها در واقع بیان یه تغییراتی تو روسری و تغییراتی تو این چیز ایجاد کنن و اون نیروها هم یعنی امروز واقعا دانشجوها یک قسمت فقط در تمام شعارها یک شعار این بوده که رفراندوم رفراندوم که خیلی سریع اصلا نگرفت، این رفراندومی که چند نفر مطرح کردن اصلا نگرفته و مردم شعارهای خودشون رو مطرح کردن. این از این مسئله. و اینکه چگونه باید این نیروها حرکت کنن، به نظر من مسئله عمده به سازماندهی این جریانات برمیگرده که ما باید کمترین آسیب رو ببینیم در واقع از طرف حاکمیتی که به این سفاکی هستش. ما باید با طوری سازماندهی کنیم که در واقع از نقطه ضعف نظام حرکت کنیم، ببینیم نقطه ضعف نظام کجاست، در اون نقطه ضعف برنامه ریزی داشته باشیم و با برنامه ریزی از کارخونه با اعتصابات کلی با تشکیل شوراهای محلات وارد بشیم، بعد کم کم بیایم تو خیابونا ازدحام خودمونو و انسجام این گروه ها و در واقع جنبش زنان، معلمین با همدیگه، کارگران، زحمتکشان، تمام اینا تشکل هایی که باعث هر کدوم گروه های خاص خودشون رو داشته باشن ولی انسجام این گروه ها با همدیگه در جهت شعار نانکار آزادی تلاش کردن و اتحاد و برقرار کردن باشه. ما نمیتونیم بیایم بدون برنامه، چون اگه بدون برنامه ما بریزیم بیرون امکان داره بتونیم چند روز تاب بیاریم ولی دفعه آخر تمام نیروهای خودمون رو به کشتن میدیم. ما باید حداقل آسیب پذیری رو از طرف این نیروی سرکوبگر داشته باشیم و اتحاد نیروهاست
با همدیگه که بتونن این نیروهای اپوزیسیونی چپ با همدیگه متحد بشن و حداقل من این انتظار رو دارم که نیروهایی که خارج کشورن با اکسیون‌های مختلفی که ایجاد می‌کنن حمایت خودشون رو در ارتباط با داخل اعلام کنن و هرچند که اعتقادم بر اینه که داخل خودش راه خودش رو پیدا می‌کنه در ارتباط با شعارها، در ارتباط با اهدافی که به پیش می‌بره، اونا بهتر از ما می‌تونن این راه رو پیدا کنن، ولی ما می‌تونیم در جهت اونا هم جهت با اونا حرکت کنیم و بتونیم کمک کننده باشیم از جنبه‌های مختلف برای اونا. مرسی. رفیق پروین، نظر شما رو میشنویم. والا راستش من قبل از اینکه به وظایف به اصطلاح به وظایف خودمون بخوام یا در آینده چیکار کنیم بپردازم، من فکر میکنم که یه مقداری باید واقع بین تر باشیم. به نظر من رد کردن رخدادها رو فقط تحت عنوان که جنگ زرگری هستش نمیشه به اصطلاح بهش نپرداخت. علی‌رغم این که آره خیلی چیزا جنگ زرگری هستش، قبول دارم اینو، ولی به همون جنگ زرگری هم حتی باید پرداخت و باید الان به نظر من این به اصطلاح رجزخانی هایی که ایران و آمریکا علیه همدیگه میکنن و در چارچوب اختلافات بورژوازی که دنبال یک استراتژی برای خودشون هستن دیدش و اون استراتژی برای ما اهمیت داره، چون اون استراتژی هستش که زندگی مردم رو به اصطلاح این ور اون ور میتونه بکنه. و 40 ساله حداقل بیشتر از 4 دهه هست الان جمهوری اسلامی با تمام وجودش داره نظامیگری میکنه، بیشترین هزینه رو بیشترین بودجه رو به نظامیگری به اصطلاح چیز داده، اختصاص داده و تمام درآمداش رو گذاشته در اختیار اون به خاطر اینکه بتونه استراتژی خودش رو به پیش ببره. و آمریکا هم همینجور، اگرچه آمریکا در افغانستان و سوریه شکست خورده، تو عراق 5000 تا سربازش از دست داده، میلیون‌ها دلار هزینه کرده، در ونزوئلا سیاستش نگرفت، در اوکراین آبروش رفت، و ولی خب به هر حال روبارویی بین ایران و آمریکا توی این مدت اخیر ما دیدیم در منطقه بالا گرفته و برای بالا گرفتن اون داره جمهوری اسلامی هزینه میکنه، ایران آمریکا هم هزینه میکنه، هر دوشون هم از سفره مردم دارن هزینه میکنن. باطلاقی که الان تو خاورمیانه به اصطلاح اینا دارن بهش راه انداختن، این نفکش رو میزنه، اون نمیدونم میره نفکش میدوزه، این نمیدونم سعی میکنه قدر قدرتی خودشو نشون میده، این سعی میکنه خودشو بگه من در خاورمیانه حرف آخر اول آخر من میزنم، به خاطر اینکه واقعیت اینه که خاورمیانه از نظر سوق‌الجنیشی اهمیت بسیاری داره و دیگران غیر از آمریکا، بریتانیا هم اونجا به اصطلاح سر صداهایی میکنه، هر کدومشون سعی میکنه قدر قدرتی خودشون اونجا نشون میدن، به همدیگه پیغام میدن، پسخام میدن. تفنگدارای بریتانیا میگن اگر مثلا شما کشتی ما رو رها کنید ما کشتی شما رو رها میکنیم. این بدبستونا یک جوی رو به وجود میاره که آسایش و زندگی مردم رو در کنار اون چیزی که این حکومت ها در داخل کشور خودشون دارن از مردم در واقع تمام آسایش مردم رو در داخل با تمام سیاست های اقتصادی سیاسیشون به اصطلاح این آسایشون میگیرن، اینا رو هم در کنار اون به نظر من بهش باید اضافه کرد. واقعیت این هستش که الان سناریویی که در خلیج فارس به نظر من داره رخ میده یه مقدار گاهی اوقات اون سناریوی خلیج تانگتون رو که در 1964 لیندن جانسون در واقع درش رو انداخته بوده، یه سناریوی اینجوری میتونه حتی باشه، نه اینکه ضرورتاً حتما اون خواهد بود، ولی یادمون باشه که با به اصطلاح حمله ای که آمریکا
به دو کشتی ویتنام در ویتنام کرده بوده، جنگ ویتنام شروع شد. یادمون باشه که حتی وقتی که ناوگان جنگی مادوکس آمریکا ظاهرا زده شد و آمریکا اونو مستمسکی کردش که به ویتنام حمله بکنه، باعث شد که نزدیک یک دهه زندگی مردم ویتنام این رو بشه. میدونیم که 3 میلیون ویتنامی کشته شدن، 57,000 سرباز آمریکایی کشته شد در اونجا. اون موقع جانسون اون جنگ رو به خاطر انداخت، به خاطر انتخاباتی رو که در پیش داشت. اما امروز ترامپ به خاطر انتخابات سال 2020 جنگ رو به اصطلاح نمیخواد، الان نمیخواد، به خاطر همون انتخابات در واقع نمیخواد. دو تا استراتژی مختلف رو در پیش میگیرن و در نظر بگیریم که یکی از وعده های انتخاباتیش به اصطلاح مقابله با، یعنی دست به جنگ نزدن بوده. اما آمریکا علی‌رغم این که دچار بحران های عدید هست و جنگ براش یک گزینه هست، میخواد کنترل انحصاری در خاورمیانه و کلا در جهان رو در نظر در دست داشته باشه و هر کسی که بخواد این انحصار رو نادیده بگیره و بخواد براش شریک بتراشه، در مقابل بلش سعی میکنه اثر را برداره. من فکر میکنم اینا رو باید ما بگیم. این هیچ ربطی به این نداره که جنگ حتما رخ میده. جنگ طلبی رو زدن، در مقابلش تبلیغ صلح کردن. صلح به معنی این نیست که با بورژوازی خودت صلح بکنی، به معنی این هستش که اگر جنگی رخ بده، همین نیمچه به اصطلاح سرصدایی هم که میتونیم بکنیم از دست میدیم. مطمئن باشین هیچ وقتی از باتلاق جنگ هیچ چیزی خوب ازش در نمیاد. امکان نداره یک جنبش زنان، یک جنبش کارگری، یک جنبش به اصطلاح که مطالبات مشخصی داره، در یک باتلاق جنگ بتونه رشد بکنه، بتونه به وجود بیاد. سر همه رو میبرن بی برو برگرد. الان که این جنگ رخ نداده، به همین بهانه جمهوری اسلامی سر همه ما رو میبره، تا چه برسه به اینکه بخواد جنگی رخ بده. با نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی قادر نیست مردم رو ببره زیر پرچم خودش، بخواد چیز بکنه، بخواد جنگش رو به پیش ببره و چون نمیتونه، قادر نیست این کار بکنه، مجبور میشه مردم رو شدیداً بزنه. برها به نظر من یعنی این رو هم توجه داشته باشیم که آزادی، برابری، عدالت، نمیدونم خون و مسکن و خوراک و مدرسه و بیمارستان و هیچ کدوم از اینا رو جمهوری اسلامی نمیتونه برای مردم ایران تامین بکنه و نتونسته تو این 40 سال اخیر، برای اینکه تمام بودجهش برده عمدتاً روی نظامیگری به اصطلاح فوکوس کرده، ولی به جنگ هم دست بزنه نمیتونه اینا رو تامین بکنه. جنگ مانع میشه از اینکه مردم بیان حتی بیرون مطالبه بکنن که ما میخوایم آزادی داشته باشیم. روی این حساب هستش من فکر میکنم مبارزه علیه جنگ اتفاقا به بخشی از مبارزه طبقاتی ما ربط پیدا میکنه. مبارزه طبقاتی ما اونجای خودش رو نشون میده که ما یک حکومتی رو که با تمام حواشیش، با تمام استراتژیش، با تمام سیاستهاش بخوایم به زیر بکشیم. و به نظر من تاریخ جمهوری اسلامی اینه نشون داده. ما هیچ وقت نباید انتظار داشته باشیم که اسلام سیاسی رو امپریالیسم آمریکا بیاد برای ما بزنه. اصلا خودشون این جماعت آوردن به ما، به اصطلاح غالب کردن تو انقلاب 57 به خاطر مطالبات دیگه‌ای به راه افتاده بود، ولی اومدن یه همچین آدمای رو به اصطلاح غالب کردن. به نظر من سوسیالیسم و رهایی بشریت میطلبه که ما هم جمهوری اسلامی رو بخوایم بزنیم و هم بختک به اصطلاح دخالت‌های امپریالیسم آمریکا رو در هر منطقه‌ای بخوایم در مقابلش بایستیم. حتی اگه جنگ امروز رخ نده، باید علیه جنگ یک جنبش وسیعی را بیفته و اجازه داده نشه که همین زندگی بخور و نمیر رو هم که مردم دارن بخوان به خاطر جنگی که میخوان را بندازن، به خاطر تامین استراتژی خودشون و انحصارات خودشون، قدرتگیری انحصارات بیشتر خودشون، همین زندگی به اصطلاح شیک از دست مردم رو از دستشون بگیرن. جمهوری اسلامی سریعا ممکنه حتی تسلیم بشه، این رو هم در نظر بگیریم. اینجوری نیست که میتونه مقابله بکنه. مرسی پروین عزیز، مرسی. رفیق میرا، نظر شما رو هم میشنویم. ببینید
الان من داشتم شورا رو نگاه میکردم و یکی از شورای بسیار با اهمیت رو مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در واقع با توجه به اینکه ایران مسئولیت سقوط هواپیمای مسافربری رو به عهده گرفته، ولی شما نگاه میکنید که میبینید که نیروهای مختلف اپوزیسیون یا نیروهای مختلف عدالت‌خواه و عدالت طلب در جاهای مختلف، در شیراز، در اصفهان، در رشت، تهران، بابل، سنندج و همدان ادامه داره. اگه ما میخوایم نیروهای مختلف اپوزیسیون رو بگیم که من بخشش رو به عنوان ناراضیانی که مطرح میکنید، در واقع نیروهای بورژوازی خارج از قدرت در واقع از اونها اسم میبرم که اینها توی کردستان در واقع بارزانی و طالبانی هستند، که اینها پیاده نظام در واقع نظام امپریالیستی و همکار رژیم هستند. ما در سالهای از سال 2003 که تقریبا چند سالیه که داره میگذره، ما داریم همکاری این گروه سرکوبگر بارزانی و طالبانی رو داریم میبینیم. اگر در مورد سازمان مجاهدین که همونطور که مهرآواق صحبت کردن که اینها چه نقشی رو دارن، در واقع اینا نقش چلبیرها رو بازی میکنن که اینا مایلن که اینها طرفدار جنگ هستن و همونطوری که خود پروین اشرفی عزیز دوست من مطرح کردن که ما باید ضد جنگ باشیم، که اینها نیروهای سازمان مجاهدین اینها مایلن که با تانکای امپریالیستی وارد ایران بشن و سلطنت طلب هم که تکلیفشون معلومه که اینها حافظ سپاه پاسداران هستن و اینها مطرح میکنن که بخشی از گروه بدنه خود سپاه پاسداران رو میتونن حفظ کنن و همون جوری که مهرآواق مطرح کرد که میخوان که یکم روسری بره عقب، یکم نمیدونم کوتاه‌تر زنان بپوشن و الاغیره، اینها در واقع جنگ های خود بین ثروتمندان هستن و همونطور که من در یک مصاحبه با شما اشاره کردم که دولت‌ها در واقع دولت‌های ثروتمندان هستند و اینها هزینه‌ای رو برای جنگ نمی‌خوان بپردازن و اینها با سرمایه‌های مالی در خاورمیانه میخوان که خانه سازی بکنن، میخوان که کمپانی های نفتیشون رو و کمپانی های نفتی رو و منابع نفتی، گاز و منابع دیگه زیرزمینی رو بتونن به قیمت بسیار بسیار ارزانی در واقع به دست بیارن. حالا ما میمونه در واقع، من اینها رو به عنوان نیروهای سیاسی ناراضی نمیگم، شما میبینید که خود خزعلی که براش دست و پا میشکنن و در مدیاهای مختلف از ایشون وقت مصاحبه میخوان، یکی از خود همون مماشاتگران هستش و یکی از همون آدمهایی هستش که پشت رئیسی و توی خط اول یا دوم یا سوم داره برای خود قاسم سلیمانی نماز میت میخونه. اینها در واقع اینها خود رژیم جمهوری اسلامی، مدیریت سازمان های وزارت اطلاعاتی سپاه و دولت، این اپوزیسیون سازی یا به قول خودم پوزیسیون سازی نیروهای بورژوازی خارج از قدرت رو میخواد و اینها حق مالکیت رو قبول دارن، اینها حق حاکمیت ملی رو قبول دارن، اینها به عنوان ناسیونالیست هایی هستن که حاضرن که تمامی فرزندان زحمتکشان و خود زحمتکشان، کارگران و توهی داستان رو سرکوب کنن که ما یک در واقع بدیل اصلی و تجربه الان که در قیام امامات دیدیم. حالا در رابطه با جریانات چپ که عمدتاً موضع طبقاتی در رابطه با اهداف امپریالیستا و رژیم جمهوری اسلامی دارم، من یه چیزی رو در رابطه با مسئله
دوست عزیزم پروین که ما بایستی هماهنگ کنیم و بتونیم بر علیه جنگ خودمون رو در واقع سازماندهی کنیم. من فکر میکنم که در این دو نیرو نه قدرت هست و نه توان هست و نه مردم این دو دولت‌های آمریکا، امپریالیسم آمریکا و خود سرمایه‌داری رژیم اسلامی جمهوری اسلامی هیچ کدوم آمادگی جنگ رو ندارن و به خاطر همین باید نیروهای سیاسی چپ، نیروهای هوادار در واقع صلح و نیروهایی که موزه طبقاتی دارن مثل پروین اشرفی بایستی ما بتونیم هماهنگی کنیم و ارگانیزه کنیم که نیروهای ضد سرمایه‌داری و نیروهای تویدستان و زحمتکشان همانطور که امروز در ایران نشون دادن بایست ما بتونیم اینها رو پیش ببریم و در کنار اینها باشیم. ببینید در رابطه با اهداف امپریالیستا و رژیم‌های جمهوری اسلامی نیروهای سیاسی چپ از جمله حزب کمونیست ایران، سازمان فدایان اقلیت، سازمان رای کارگر و حکمتیسم تو تحلیل و میملامیم توی تحلیل‌های خودشون و نیروهای تمام مستقلی که حداقل فکر می‌کنم رفقا در و گروه‌ها و سازمان‌هایی که به سازمان‌های کارگری مربوط هستن و سوسیالیستی مربوط هستن اینها اعلام کردن که تغییر و تحولات جدی پیش خواهد اومد. ببینید ما از یک سرباز آمریکایی کمتر نیستیم که افشاگری میکنه و میگه که در روز 700 میلیون دلار در واقع خرج جنگ و حضور نظامی در اونجا میشه و ما باید افشاگری کنیم که بتونیم جلوی در واقع امپریالیست ها در خود خاورمیانه باشیم. من فکر میکنم که صدای سوم صداییه که امروز و دیروز در عراق و کشور ایران در همین شهرهایی که من نام بردم به صدا اومد و اینها جلو اومدن و به قول معروف به سرکوبگری رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیستی در واقع نگفتم. نیروی سومی که حداقل ما به عنوان نیروی سیاسی که هستیم که چند میلیون نفر در تبعید هستیم و به خاطر جنایات جمهوری اسلامی و به خاطر رژیم جمهوری اسلامی نمیتونیم رفت و آمد بکنیم و یا کلن 5 میلیون تبعیدی یا حالا کسایی که برای کار اومدن و و و و کسایی که در همین 178 نفری که در این چیز هواپیما کشته شدن و و و و ما بایستی افشاگری کنیم و جلوی میدیای امپریالیستی بایستیم. من از خود تلویزیون برابری میخوام که این رو در واقع تو رابطه با همین جمعهای این شکلی که میذاره ما باید جلوی میدیای امپریالیستی مثل بی بی سی و مثل مناتو بایستیم. اینها دقیقه به دقیقه در واقع گزارش میدن، دقیقه به دقیقه در واقع در رابطه با تحولات ایران و خود دویچه وله که مال رادیو آلمان هستش چیز میکنن. ما میتونیم همین خبررسانی در واقع زنده ای رو داشته باشیم، میتونیم تظاهرات بذاریم، میتونیم سمینار بذاریم، میتونیم گفتگو کنیم با هم دیگه و یکی از مهمترین ابزارهایی که در واقع هستش تو عرصه مبارزه طبقاتی این که فشار بیاریم به مجامع بین المللی که بتونیم با مبارزات طبقاتی و اجتماعی که در ایران، عراق، لبنان، لیبی و کشورهای حتی خود کشورهای دیگه‌ای که هستش پیشروی کنیم، سرنگونی در واقع انقلابی رژیم ایران رو و تمامی مرتجعین رو که توی عربستان و توی عراق و ترکیه و سوریه هست و از رژاوای در واقع انقلابی خود مردم کردستان سوریه بتونیم حمایت کنیم، بتونیم همزمان با امپریالیسم آمریکا بتونیم امپریالیست‌های روسیه و شوروی رو هم در این جهت و امپریالیست‌های اروپایی رو هم افشا کنیم. ممنون از شما. البته شوروی مدت هاست که دیگه روسیه منظورم هستش. خب رفیق سحر سوای عزیز، صحبت پایانی رو هم از شما میشنویم و به این میزگرد پایان میدیم. ممنون.
والا من میخواستم چند نکته رو به نظر من خوبه که یه خورده تدقیق کنیم. اولا که در رابطه با مجاهدین و سلطنت طلبا که رفقا اشاره کردن، خود منم یه اشاره کردن، اینا پایگاهی تو ایران ندارن و قد دقیقا دستشون تو دست امپریالیست هست. هر حرکتی از طرف اینا صورت بگیره بخوان قدرت رو اون چیز بکنن، بهتر بدتر از جمهوری اسلامی خواهند بود، بهتر نخواهند بود، به خصوص اینکه سلطنت طلبا یه دوری دیگه انداختنشون بیرون و رضا پهلوی با اون بلاحت سیاسیش داشت از سپاه پاسداران دفاع میکرد. میدونه که تنها بالاخره اینا نمیخوان سیستم دست بخوره، اینا میخوان یه جابجایی بشه، مثلا آخونده برن اینا دوباره برن جاش. اون چیزی که مردم میخوان از پایین تغییر و تحول بشه. یعنی این چیزیه که ما سوسیالیستا الان تو این اتاق میخوایم و مردم اونو میخوان، ولی این چطور شکل بگیره اینم خودش یه بحث دیگه است که شاید بشه نمیدونم تو برنامه‌های دیگه یا یه خودی تا بهش اشاره کرد. ولی در مورد جنگی که رفیقمون پروین اشرفی اشاره میکنه، به نظر من این مسئله جنگ اولا استراتژیکی که امپریالیستا دارن، خب همیشه میخوان جلوی جنبش ها رو بگیرن، همیشه میخوان سرکوب بکنن، دیکتاتورترین حکومت ها رو بذارن، مخصوصا تو منطقه هایی که مثل خاورمیانه که دنیای ثروت اونجا خوابیده باشون و تا الان هم دریغ نکردن. ولی این جنگ، این مسئله جنگ خودش از اون طرف یه جنگ روانی ایجاد میکنه که اصلا دست و بال مردم رو میبنده. یعنی مردم رو از اون حرکت و جنبشی که الان درگیرشن اینو ممانعت میکنه، یعنی افکار رو به یه طرف دیگه میبره. به این دلیل که ما اگه یادمون باشه زمانی که جنگ تو سوریه شد، اصلاح طلبا میگفتن به در ایران میگفتن که اگر یا خود جمهوری اسلامی کرد، فرق نمیکنه اصولگرا یا اصلاح طلبا، ولی بیشتر اصلاح طلبا، اگر ایران حرکتی بکنه مردمش مثل سوریه میشه. یعنی مردم هم اینو باور کرده بودن، میدونی که واقعا امکان در اون اتفاقی در سوریه افتاد برای اینا بفرسته. این جنگ روانی الان دوباره میخوان اینو را بندازن چون میدونن که کاربرد داره برشون. ولی ما به عنوان سوسیالیست ها نباید اینو دامن بزنیم، یک احتمال ضعیف هم میذاریم شاید بشه، میدونی، ولی اون چیزی که الان دست به نقده این جنبش هست، ما باید اینو تقویت بکنیم که اون چیزی که اتفاق باید اگه میخواد گفته و مردم رو از هستی ناقص ساقط بکنه اون نیفته. یعنی الان ما با عنوان اپوزیسیون خارج از کشور چیکار میتونیم بکنیم؟ به نظر من رفقا اشاره کردن که ما تبعیدی هستیم، قطعا هممون اینو میدونیم، ولی به نظر من چپ خیلی ضعیف برخورد کرده تا الان در مورد حتی حمایت از جنبش داخل. به این دلیلم داره، به خاطر اینکه همیشه این گروه بازی و فرقه گرایی که هست دستبندی نمیذاره چپ متشکل بشه، ولی اتحاد عمل در مقاطعی خیلی مهمه. اگه ما سوسیالیست هستیم، من مسئله نیست برام شما چطور فکر میکنی، اینقدر برام مهمه که شما الان نسبت به اون جامعه حساسیت نشون میدی، برات مهمه هر کدوم از ما، این کافیه که ما رو در کنار همدیگه قرار بده. ما باید اینو از نظر بین المللی، مخصوصا در سطح بین المللی، در سطح مثلا ارگان بین المللی، باید اینو افشا بکنیم که اصلا ماهیت اون جنبش چیه. چون همین اتفاقی که تو تورنتو افتاد در مورد قاسم سلیمانی، من یه خودم اونجا نبودم ولی ویدیویی که برام فرستاده بودن خیلی واقعا جای تأسف داشت، خاطر این که حزب کمونیست اینجا که مثل تودهان متوجه از مال کانادا دقیقا داشتن دفاع میکردن از جمهوری اسلامی به عنوان ضد امپریالیست. طرف ژورنالیست بود، داشت میگفت که بابا این بابا تروریست بوده، چرا ازش دفاع میکنی؟ پلیس کانادا گفت تو حق نداری اینو بگی، متوجه هستی؟
یعنی این بخشش یعنی وظیفه ماست. اینجاست که ماها باید حضور داشته باشیم و افشا بکنیم جمهوری اسلامی چیه، کانادا چرا پلیسش ازش حمایت میکنه، منفعت دوتاش کجاست و منفعت اون جنبش کجاست. و اون چیزی که من سمپاتی دارم، رفیقمون مهرافا ببخشید گفت که آره الان موقعشه که شوراها تشکیل بشه. الان شوراهای محلات، شوراهای تو مناطق بسا تو کارخونه جات، همه ما میدونیم که سال 57 همین کارگرای نفت بودن که بسا قیامو به آخر رسوندن. الان موقعشه که باید اینا به میدون بیان، یعنی این شوراها باید تشکیل بشه و این شوراها در نهایت به صورت شورای سراسری بتونن کنترل جامعه رو به عهده بگیرن. یعنی الان اون جامعه سازماندهی میخواد. منم موافقم مثل شما که این خیزش ها و این قیام میاد تو خیابون، تلفاتی میدیم، بعدش میخوابه برای این مدتی دوباره میان، ولی به جز سازمان دادن نمیشه جلو تلفات رو گرفت. از طرف دیگر الان این جنبش های اجتماعی به هر حال یه تجاربی کسی هست. یه خوبی که این مدت داشته این جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری با جنبش زنان، جنبش دانشجویی و معلمان همه به هم پیوند خوردن. این خودش نکته قوتیه، ولی چطور باید اقشار دیگر بخصوص بخشای صنایع کارگری رو باید به میدون آورد که این جنبش قوی تر بشه. الان ما باید رو اون بذاریم بیشتر نیرو و انرژیمونو، نه اینکه رو اینکه جذب بشه یا نشه. متوجهی؟ احتمالش هم میدیم بشه، ولی من الان اون موضوع هم نیست و نمیتونه باشه چون بازدارنده است برای حرکت ما. از اون طرف هم یه نکته رو باید یادم رفت اشاره کنم که یه آمریکا بتنام تنها مسئلهش این نبود که یه درسی به ایران بده و با کشتن سلیمانی، این باعث شد که نیروهاشو بیاره اونجا پیاده کنه. و نیرو پیاده کردن نه به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی بترسه، به خاطر اینکه جنبش ایران و عراق و لبنان رو مهار بکنه. این یه مسئله است. یعنی الان اینا میخوان از این طریقا بتونن این مسئله رو، صورت مسئله رو برگردونن به طرف خودشون. بله، مرسی. مرسی رفیق سر، مرسی از همه رفقا که تو این میزه گرد شرکت کردید. ببخشید قبل از اینکه تموم بکنیم، من فقط فکر میکنم از حرف من یه مقدار سوء تفاهم شد. من دوست دارم یه توضیح کوتاهی بدم اگه میشه. کوتاه دیگه 30 ثانیه، چون هر صحبتی صحبت میاره. ببینید دوستان، من هیچ وقت نمیگم و اعتقاد ندارم که شما همه کاراتون رو بذارید کنار، الان برید فقط برید تو تظاهرات ضد جنگ شرکت کنید. اصلا به همچین چیزی اعتقاد ندارم. معتقدم ما وظایف خاص خودمون رو هم داریم. شما وقتی که گفته میشه جنبش ضد جنگ، یک جنبش اجتماعی و فقط هم مربوط به ایران نیستش. شما وقتی که تو به افغانستان حمله میکنن، من و شما رفتیم اعتراض میکنیم، میگیم حمله نکن، هیچ به ما مربوط، ولی در مورد ایران نمیکنیم این کارو، سخت میگیم جلو برای هم چیزی. و این رو هم در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی یک دونه تظاهرات ضد جنگ رو در درون ایران اجازه نمیده. جمهوری اسلامی شعارش اینه جنگ جنگ تا پیروزی. این سرلوحه کار جمهوری اسلامی تا حالا بوده. بنابراین ضدیت با جنگ رو به حساب جمهوری اسلامی نذاریم، به حساب یک جنبش اجتماعی بذاریم که فقط من ایرانی هم توش نیستیم، آدم های دیگه ای هستن که حتی به ایران در رابطه با ایران هم زیاد چیز نمیدونن، ولی مخالفم با این که امپریالیسم آمریکا یا هر حکومت دیگه ای بره لشکرکشی بکنه به یک جای دیگه بره چیز کنه. من و شما اینجا نشستیم از جنبش فلسطین دفاع میکنیم، علارغم این که میدونیم که به اصطلاح حماس یک جریان ارتجایی هست، ولی از حق سرنوشت اونها، تعیین سرنوشت اونها و از حق بازگشت اونها به سرزمین‌های خودشون من دفاع میکنم حداقل. بنابراین نمیشه اینجوری یه شعار کلی داد و تصور کرد که اگه من میگم جنبش ضد جنگ باید تقویت باشه، بشه به این معنی هستش که همون حرف جمهوری اسلامی رو میخوام. اصلا جمهوری اسلامی جنگ طلب خودش، بله، اصلا خودش هم در انواع و اقسام بجیبه، همچون آمریکا در افغانستان شرکت داشت، در عراق هم شرکت داشت، در هر دو جا با امریکا. پنتاگون
در جای جای خاورمیانه حضور داره، جمهوری اسلامی هم در جای جای خاورمیانه حضور داره. ببین من فکر کنم همه ما سر این توافق داریم، درست؟ ضمنی که قاطعانه از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و همه رژیم‌های ارتجایی منطقه اصلا سرمایه‌داری جامعه دفاع می‌کنیم، با هر نوع مداخله امپریالیسم، خواه شرق باشه غرب باشه، سیاسی اقتصادی و نظامی مخالفیم. حالا صرف نظر از این که مثلا جنگ میشه یا نیشه، اما با هر نوع مداخله امپریالیستی سیاسی اقتصادی نظامی مخالفیم. میدونی همچنان که مثلا کمک امپریالیسم روسیه به دیکتاتوری بشار اسد رو افشا میکنیم، اشغال من میدونم عراق توسط آمریکا رو افشا میکنیم، اگر آمریکا در ارتباط با ایران، صرف از این که این گزینه رو اصلا جدی بدونیم ندونیم، دست به مداخله نظامی، سازماندهی کودتا، حمایت از اپوزیسیون ارتجایی اینا بزنه، اینا رو همه رو به ضرر انقلاب ایران میدونه، انقلاب اجتماعی ایران. بنابراین اگه سر این توافق داریم، من فکر میکنم حالا بعدن هم میتونیم باز میزگردهای بذاریم باز میراخ. یه دقیقه فقط، من فقط یه توضیح کوتاه بدم، میبخشی. ببین نه اتفاقا من اصلا چیز برداشت بدی از صحبت شما نکردم رفیق اشرفی. من میگم اولویت ها چیه، ما باید الان رو اون بیشتر بسا کار بکنیم و اونو پیش ببریم. من اینو، این یه چیز مهمیه ولی اینو باید در نظر داشته باشیم. وقتی جنگ سوریه شد، قبل از جنگ سوریه چرا چیز در سطح جهانی به اصطلاح جنبش ضد جنگ خیلی چیز داشت، در میدون بود و واقعا هم ابهتی داشت، ولی جنگ سوریه وقتی شد مردم خیلی بی‌تفاوت از کنارش گذاشتن. یه نکته دیگه هم که تو یادم رفت، ما باید اینو در نظر بگیریم که سرمایه جهانی دچار بحرانه، بحرانی که از 2008 شروع شده تا حالا نتونسته اینو کنترل بکنه و به خاطر همینم الان مسئله فرانسه رو نگاه کن، جلیق زردار رو نمیدونم تو شیلی، نمیدونم تو جای مختلف بر علیه نوریبلاریزم، یعنی ریاضت کشی بسا آدم ها در میدونن. سرمایه جهانی تمام این معادلات رو داره که هر حرکتی به اصطلاح بشه انعکاش در سطح جهان این دفعه خیلی سریع‌تر خواهد شد، به خاطر اینکه تمام اینا به همدیگه ربط داره، تنها منطقه خاورمیانه نیست. در نتیجه مسئله جنگ یه مسئله که به راحتی نمیتونه به اصطلاح بهش دست بزنه، میدونی؟ ولی این که شاید یه جمهوری اسلامی اتفاقا میخواد جنگ بشه، یعنی اون جنگ برای نعمتی رفیق سر من خواهش میکنم، چون الان خود همین جمله که گفتی جمهوری اسلامی میخواد جنگ بشه، خود همین الان میتونه موضوع بس باشه. مخالفم ولی به هر حال اینو اگر موافق باشیم میزگردمون اینجا به پایان برسونیم. من میتونم یه نیم ثانیه صحبت کنم آخه دیگه؟ من میدونم بعدا این هستش که در واقع من حرف هم پروین اشرفی و هم رفیق سحر و هم مهروافق رو من کاملا متوجه شدم. برای من اهمیت این که در واقع هم ارتباط در واقع آمریکا و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از عدالت طلبی و عدالت خواهی و به انحراف کشوندن جنبش های توده‌ای توی خاورمیانه هست و همچنین که ایجاد بحران بکنه و بهترین سیاست هم همین نقشه بهتریه که در رابطه با سیاست های سرمایه‌داری جهانی مخصوصا سرمایه‌داری مالی رو انجام بده و این رو بهترین در واقع تضاد میبینم که این میخواد که مقابله کنه با جنبش های توده‌ای در خاورمیانه. من حرف رفقا رو اینجوری متوجه شدم. مرسی از رفیق مهروافق، تو هم 30 ثانیه وقت نخواستی چون اینجوری میتونست ادامه پیدا کنه. ممنون از شما که در این میزگرد شرکت کردید. امید میزگردهای بعدی. مرسی.